خیلی ممنون، متشکر. دل می رود ز دستم، دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم آن روی آشنا را. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. به نام خدای سبحان، با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، در ادامه مباحث دوره گزارشی از ارتباطاتمون داشته باشیم، یا اگر دوستان در این رابطه سوالاتی دارن مطرح بکنیم، که امروز ارتباط جدیدی رو با در پیش داریم. اگر جانم بفرمایید. میبخشید، سوال داشتم. میخواستم فرق بین ارتباط قونیه با فرادرمانی رو بدونم. بگیم فرق چقدر اصلا این جوری قابل، این دوتا کاملا متفاوتن از هم دیگه. دوتا چیز کاملا متفاوته. خب کجاش مشکل داری؟ من در تعریفش که فرمودید هماهنگی اصولا ارتباط قونیه، ارتباط قونیه نوعی کانال شدنه، نوعی کانال شدن هست که در این کانال تقریبا، بذارید من یک تعریفی رو که اینجا داشتیم، خب این تعریف رو داشتیم که کانال شدن برای انتقال هوشمندی کیهانی. خب حالا به منظور هم پاس کردن وجود و هستی و هم به منزله، حالا اینشو تو پرانتز بایستی داشته باشیم. ببینید در اینجا وقتی که کانال میشه، اون چه که در مسیر این کانال قرار میگیره، در مسیر این کانال قرار میگیره، میتونه تحت شعاع این جریان قرار بگیره به طور غیر مستقیم. این ارتباط قونیه رو نباید به صورت مستقیم چیز درمانی خطابش بکنیم، به طور غیر مستقیم هست، توجه میکنید؟ و شما دست که میذارید در واقع این کانالی که هست به ایشون هم چی میشه؟ یه انتقال پیدا میکنه، یه سری اصلاحات شعوری وجود از این طریق میتونه انجام میشه. اما به صورت مستقیم، چون بعضی از دوستان ما زنگ میزنن میگن که به ما ارتباط قونیه هم دادند، از دوستان نیدونم دوره بالا هستن ارتباط قونیه هم به ما دادند، و در حالی که قرار نبود اصلا همچین نامی روی مسئله باشه، و به اصطلاح فقط قرار بود به صورت پنهانی از اون چیکار بکنید، به صورت پنهان و غیر مستقیم از اون استفاده بکنید. خیلی ممنون، میبخشید، من سوالم هنوز کامل جواب نگرفتم، اجازه میدید؟ بله بفرمایید، ادامه. اینو متوجه شدم، فقط اینکه در فرادرمانی هم اگه ما کاری غیر از این انتقال هوشمند کیهانی انجام میدیم؟ نه، در اونجا شما هیچ کار خاصی نمیکردیم، اونجا اتصال رو انجام میدادیم، تمام شده. اما اینجا فرد در ارتباط شما شریک میشه، در یکی از ارتباط شما که حالا اسمش قونیه است، اونم شریک میشه، توجه فرمودین؟ مثلا یه جا گفتیم نیروی کیهانی، یه جا گفتیم نمیدونم کانال تزریق، نمیدونم همین حرفا، چیزای مختلفی بود دیگه، درسته؟ خود اسکن شعور کیهانی هم که یه چیز مستقلی بود دیگه، درسته اینم؟ حالا یکی دیگه از اون چیزا بخواد به این اضافه بشه، شریک شدن او در یکی از ارتباطات شماست، این نقض اونو نمیکنه. این هم نیست که اگه اونو داشته باشیم این کمه. اینا همه راه های یه چیز، نمیدونم، انجام یه کار یا نزدیک شدن به یک موضوعه.
همونطور که گفتم خدمتتون، مثلا ارتباطات مختلف خودش قرار بود چیکار کنه؟ یادتونه مثالی که زدیم؟ خمیر نون یادتونه؟ خب حالا این میخواد اینو نمیدونم چیکار کنه، اینطوری بعد اونو برسونه به یه ضخامت معینی. این ارتباطات قراره که هی با ما بازی کنه، چپ راست چپ راست چپ راست، هی بالا پایین انقدر این ور اونور بکنه تو کوی خرابات تا ما به اون پختگی لازم برسیم، به اون ضخامت لازم که دیگه حالا آتش بتونه اون پختگی رو در ما ایجاد بکنه برسونه. بعد به اصطلاح در غیر این صورت، خب یه هر ارتباطی رو بگین سرنخش میره کجا؟ میرسید به بالا. میگفتیم خب ما دیگه یکی داریم دیگه، دیگه اینو میخوام چیکار کنیم، دیگه اونو میخوام چیکار کنیم، دیگه اینو میخوام چیکار کنیم. ولی همه اینها، همه اینها در حول به اصطلاح یک مخروط هستن که به اصطلاح ما اینا از جاهای مختلفی داریم چیکار میکنیم؟ بهش نگاه میکنیم. همه اینجا داریم یه جا رو نگاه میکنیم، هر اتصالی از یه زاویه به اینجا رو چیکار کرده؟ نشونه گرفته. درست شد یا نه؟ میبخشید، من فکر میکردم که در فرادرمانی ما شعور الهی رو به مدد میگیریم و در قونی آگاهی میان، یعنی آگاهی الهی ما انتقال میدیم. ببینید تمام آگاهی الهی، شعور الهی، اینا همه یه چیزه، همه اینا ما در واقع یه چیز هست، منتها همونطوری که اینجا گفتیم از زوایای مختلفی به این مطلب نگاه میکنیم. ما چیزی نهایت چیزی که ما دسترسی داریم شعور الهیه، خب آگاهی الهیه، نمیدونم هوشمندی الهیه که مترادفه. از این بالاتر دیگه دسترسی چه؟ دسترسی نداریم. از این بالاتر دیگه دسترسی نداریم، خیلی زور بزنیم به چی متصل میشیم؟ به هوشمندی متصل میشیم. از این بالاتر امکان پذیر نیست، یعنی از نظر اینکه سر و کار داشته باشیم. ولی ما در واقع دور میزنیم، اول میایم خدا، بعد برمیگرده به این. یعنی ما نمیگیم ای هوشمندی بیا حالا با ما باش، ما به اون میگیم اون مأموریت میده، ما به اون میگیم اون مأموریت میده. خب این اصل رو هم که داریم. حالا ارتباطات مختلف، مثلا یه ارتباطی رو، ارتباط ما الان دو تا ارتباط داشتیم دیگه، این جلسه سوممونه، درسته؟ امروز میتونیم قونیه دو رو داشته باشیم، میتونیم به اصطلاح شارژ الکترونی رو داشته باشیم. خب حالا فرق نمیکنه، دوباره اینا از زوایای مختلف، از زوایای مختلفی ما رو به یک ماجراهایی میخواد وصل بکنه، فرقی نمیکنه. خب فرقی نمیکنه، حتی در یه جاهایی فقط یکی از این ارتباطات رو میشناسن، خب یکی از این ارتباطات رو میشناسن، فقط هم از همین زاویه میرن جلو، سال ها از این زاویه میرن جلو. مثلا فرض کنید که حالا در خود قونیه که رقص قونیه رو ارائه میدن، سالیان سال هست که تازه فیگور ارتباط قونیه است، چون ارتباط قونیه نمیتونه با هم هماهنگ باشن، هر کسی اثر انگشت خودشه، فرم کلیش اینجوریه. حالا اونا با تمرین و خود هیپنوتیزم و شرطی شدن با هم همساعتن و ساعت ها میتونن با هم در یه راستای منظم و مرتبی چیکار کنن؟ بچرخن. البته تحقیقاتی هم که ما کردیم که آیا دریافتی دارید، اتصالی هست، چیزایی هست، حتی از اقوام دوستان خودمون که در اون جزء رقصنده ها هستن گفتن نه ما مثلا این فرد 20 ساله داره اونجا به اصطلاح در این مراسم شرکت داره، گفته نه ما چیزی دریافت نداریم، ما فقط میریم تو حالت رو دیگه نمیدونیم دیگه، این خود به خود، این خود تنظیمی به اصطلاح در جریان هست. توجه میکنید؟
و مثلا میبینید که حالا بعضی از شاخه های هستن که فرضاً درمانگر هستن، این شارژ الکترونی رو که ما حالا یا این جلسه یا جلسه بعد میایم داخلش، فقط اینه، فقط از همین یک ارتباط، خب یعنی تو طبیعت شارژ میشن، بعد میان خالی میکنن روی فرد. حالا اون وقت توضیحات اونجا میدم خدمتتون. به احتمال مثلا یک روی چند اگر مشکل فرد از اون نظر باشه، از نظر عدم تبادل یونی و شارژ الکترونی باشه، مشکلش حل میشه. ولی فرد بیمار خودش خود درمانگر تحلیل میره، خب مثل خازن میشه که خازنی که شارژ شده بعد میان خالی میکنه، بعد باید دوباره خودش بره شارژ بشه. خب بنابراین در خیلی از مکاتب الان فرض کنید اون همزاد رو بعضی از مکاتب اصلا فقط دنبال اونن، اونم نه تعمیه تعریف باشه، فقط بحث استاد درونش، حتما دوستان شنیدن، فقط بحث استاد درونش رو سالها دنبال اونن که بتونن با این استاد درون ارتباط برقرار بکنن. خب جانم جان بفرمون. مثلا در این که این آگاهی ها در واقع خیلی نابه، ولی خب ادراک من یکی کمی ضعیفه در درکشون. به طور مثال من هنوز با ذهن بی ذهنی نتونستم مشکلمو حل بکنم. اینکه خب من الان توی چندی دو سه سال که خدمت شما هستم یه باوری رو برای خودم ساختم، یا حال خوبی هم توی این باور دارم، ولی توی ترم 6 یه دفعه به این نتیجه میرسم که یه چیزی هست و نیست، میدونید؟ بعد شما فرمودین که مثلا این جهان از اعداد به وجود میاد، بعد این اعداد تابع یک قوانین و هوشمندی هن، پس بعدن به خدا تبدیل میشه. این خدا آخر سر عدمه. ببینید اینا که میگیم به خدا تبدیل میشه، اینا که میگیم مراتبشه. آره یه خورده با بازی با این ورومر میشه، خیلی تغییر ممکنه پیش بیا. شنونده گفتیم که اینجا که شروع شده صفر، انسان هیچی نبوده، یعنی در حد یک حیوان، خب چیزی نمیدونسته، دویده عدد رو شناخته. خب پس عدد ازلیست، یعنی اصلا ما نمیدونیم عدد چجوری به وجود اومد، اصلا نمیدونیم. اما یک مسائلی هست که اون چی رو که ما درآوردیم بیرون براش طراحی شده بودیم، مثلا در مکانیزم اصلی ما طراحی شده بوده عدد، اما تا ما اومدیم اینو از وجود خودمون بکشیم بیرون که عدد رو بیان کنیم، هزاران سال دویدیم. یعنی بین از نئاندرتالی و ما قبل نئاندرتالی تا خود زمانی که ما عدد رو فهمیدیم، گفتیم 1 2 3 4، این کلی دویدیم تا فهمیدیم ما این قابلیت رو داریم. خب پس من هنوز یک عدد هم هنوز دیگه. میمون هنوز نمیتونه 1 2 3 4 5 بلد نیست بشماره، حالا با همین شباهتی که به ما داره. چرا؟ چون اون نرم افزارهایی رو که در ما تعبیه شده نداره. دقت میکنید؟ روز اول نداشتیم استاد، ببینید این همون فرضیه داروینیسم دیگه، درسته؟ ما خداوند وقتی ما رو خلق کرد هوشمندی، من چون هنوز اینجا گیر کردم به این قضیه، بله بفرمایید، یا هستی هوشمندی هست، این درک اعداد ذهن نفس یا قربانی کردن اینا رو به ما میده، و این همون فلسفه داروینیسم میشه که انسان از اون تکامل یافته حالا خودش به اینجا رسید. من الان خدمتتون میگم خداوند اینا رو نذاشته برای ما، اگر گذاشته بود پیدا. پس چرا میمونه پیدا نکرده؟ میمون بعد بود، میمون میشد، ما انسان شدیم. آها پس بزن یکی یکی، ما میبایستی ما میشدیم، ما نرم افزارهای بنیادی ما جهشی و سلولی انسان پدیدار شد، درسته؟ این طرف ببینید داروین شما الان میفرمایید اعداد، همین سوال من هست. استاد شما فرمودین اعداد، قانون، هوشمندی، و تا اینجا هستی که هوشمندی هستش، حتی منفی هم هوشمندیه. خداوند اینجا کاری با این هستی نداره، این چیزی که من فهمیدم.
که ما در لامکانی و لازمانی بریم اونجا به خداوند برسیم. درسته؟ تا اینجا درست فهمیدم؟ شما همه رو بفرمایید. نه، میخوام اینو اگه نه درست نفهمیدم شما همه رو بفرمایید. نه، شما اصلاح کنین دکتر استاد. میدونید چطوریه؟ نه ببینید استاد، میدونید شما جلسه پیشم فرمودین ما هر چیزی که میخوایم، من اینجا نوشتم عین جمله. بله بله، ما که منکر حرفامو نمیشیم، ما خودمون چرا؟ ما خودمون ضبط میکنیم. نه نه، شما فرمودین استاد چرا هستی که هوشمنده در مورد خواسته ما جلوی ما میسته و به ما نمیده. پس خداوند دخالتی تو این هستی نداره. این هوشمندیه که بر ما حاکمه. درسته؟ خب حالا این هوشمندی، اونی که چیزایی که من میخوام به من نمیده، چیزایی که خودش میخواد میده. حالا من با اینجا با هوشمندی کار دارم. ما هم حرفی نزدیم. این جمله خودتون هستاد. چرا که هستی؟ من حالا من حرفمو تکرار میکنم. نه شما بفهمید. شباهت داره. ولی عیناً نیست. ببینید، میدونید گفتیم که هر جا ما دیکتاتوری بکنیم جلومون وای میسن. چرا؟ همین اجازه بدید. اصلا من اصلا میخوام یه خودکارو داشته باشم. داشته باشی. دیکتاتوری هم میکنم. هستی طبق چه باشی. قانونی اینو به من نمیده؟ ببینید خب اینو باز کنین استاد. ببینید اجازه بدید. خداوند اینجا حاکم نیست. اجازه بدین. اجازه بدین. اینی که شما فهم. خب. بعد من بمیرم برم توی تمام مکانا تا به عدم به خدا برسم. پس خداوند در هستی نقشی نداره. یه چیزی رو ساخته، تموم کرده و اون چیزی که شما میفرمایید ما مجازیم تا برسیم به اون. درسته؟ خب بعد سالهایی که انسانهایی که طی کردن میلیونها سال تا اعدادو کشف کنن، خداوند چه تکلیفی برای این انسانها گذاشته؟ بگم تا بفرمایید. حالا شما نه من سوالا از اشکال نداره، اشکال نداره، فقط ببینید ببینید چشم چشم. حالا من خدمتتون میگم، عرض کنم خدمتتون که تجلیات مختلف، درست شد؟ تجلیات مختلف یکتاست، یعنی هیچ کدوم اینا از هم، اینا تجلیات مختلفه، اما تجلیات مختلف در این حال چیه؟ در وحدت. تجلیات مختلف در وحدت، یعنی همه اینا که نگاه بکنیم همون بحث این اما تو ولو فسم وچه الله، باز ما هم جدا هستیم هم جدا نیستیم. بحث بودن نبودن یه خورده این موضوع رو مشکل میکنه. وقتی مطلقش میکنیم مطلقا میگیم عدد او نیست، بله. وقتی میگیم قانون او نیست، بله. وقتی میگیم هوشمندی او نیست، یعنی مطلق صفر و یکی قیاس میکنیم. خب آره، میگیم بسیار خوب، عدد اون نیست، قانون هم اون نیست. الان بر ما قانون حکم فرماست. قانون هم اراده خداونده. برگ از درخت نمیفته مگر به اراده او. اراده او چیست؟ قانونشو گذاشته. توجه میکنید؟ قانونشو گذاشته. همونطور که قانونگذار خودش تو خیابون نیست، قانونگذار تو مجلس اومده یه بار گفته که آقا اینطوری اینطوری اینطوری، قانونشه، خودش تو خونه دیگه رفته. خب دارستی، اما قانونش همواره لحظه به لحظه چیه؟ اراده قانونگذار در مجلس چی شده؟ نهایی شده و پیاده شده، اعمال شده. قانونگذار حالا اصلا خودش داره این ورانور داره میگرده تو خونهشه، ولی قانون و ارادش، خب ارادش جاریست. حالا این از هر دو راه، از هر دو راه که بریم منافاتی با هم نداره، هر دو تا شکلیست. یک بار وحدت رو میبینیم، یه بار چیه؟ جدا جدا میبینیم. بله، جهان هستی از عدد ساخته شده و اگر فاصله زمین و خورشید یه ذره کم و زیاد بود، خب اگر ریتی که 4 اتم هیدروژن میان با هم فیوژن میکنن یه اتم هلیوم رو تشکیل میدن، اگر این ریت یعنی یه ذره این ور بود، یا ما سوخته بودیم یا یخ کرده بودیم. اگر سرعت نور 300,000 کیلومتر در ثانیه نبود، 301,000 بود یا 299,000 بود، ما یا ذوب می‌شدیم یا یخ زده بودیم. اگر بی نهایت عدد ما فوق تصور ماست، بی نهایت عدد جور با هم در اومده تا ما اینجا هستیم، این یک اتفاق نیست.
توجه میکنید؟ این یک اتفاق ساده نیست. خب اما بعد که میایم قانونم به همین صورت و بعد وقتی میایم هوشمندی به همین صورت، اما این ماجرا اینجا تا اینجا رو ما با هم صحبت میخوایم بکنیم. و یکی از نکات جالب اگر از دید داروین هم بخوام نگاه بکنیم، اصلا داروین صحبتش این نبود. داروین خودش کشیش بود، بسیار به خداوندم اعتقاد داشت. داروین گفت که آجرهای ساختمان خلقت اینطوریه، قوانینی که اون اراده الهی رو جاری میکنه اینطوریه، اصل انتخاب اصلا. درست شد؟ مثلا فرض کنید و بعد حالا بعدا جهش رو نمیتونم این چیزا که فرضاً اصل تنوع انواع، اصل تنوع انواع میاد میگه که ما اینقدر گونه پرنده نداشتیم، اینقدر گونه نمیدونم سگ و گربه و این حرفا رو نداشتیم، اینا وقتی برگرده عقب کم و کمتر بوده. فرض میکنیم در ابتدا ما فقط اینجوری اینو بریم جلو، میرسیم به یک سلول، میرسیم به یک تکیاخته، یک دونم. خب میرسیم به یک، یعنی اینو حالا داروین در اون زمان روش نشده یا اطلاعات سلول اینا نبوده، اما الان بریم اشکالی نداره، برمیگردیم به یک سلول. خب یعنی شما فرض کنید خداوند یک سلول رو گذاشته رو کره زمین و این سلول خودش تکثیر خود به خود داره دیگه. خب از دنده چپش توجه میکنید، از نمیدونم این شد و بیسار شد و شد دوتا و بعد دوتا و این تکثیر و بعد شد پریاخته ای و بعد چیزهای مختلف. لذا از این به اصطلاح تکسلولی ببینید بی نهایت انشعاب به وجود میاد. از هر انشعابی هم درسته؟ از هر انشعابی هم دوباره یکی از این انشعابها، یکی از این انشعابها یه دفعه از یه جایی شروع میشه میاد، خب از یه جایی شروع میشه میاد و این انشعاب ویژگی خاصی داره، یک ویژگی عجیب غریبی داره که بی نهایت عدد به هم دست به دست هم دادن. خب مثلا از بریم کروموزوم این با کروموزوم اون، با این با اون، با خیلی اجزای مختلف دست به دست هم دادن یک محصول بسیار استثنایی. فقط هم یه شاخه است، یعنی دوتا شاخه نیست که بگیم که این یه دونه، آره یک شاخهش بسیار استثنایی در اومده، این شاخه شده انسان. و حالا این شاخه قابلیت اینو داره که بیاد عدد رو بفهمه، قابلیت اینو داره که موسیقی رو در بیاره، قابلیت اینو داره که شعر رو، قابلیت اینو داره که تبعات عشق رو ظاهر بکنه. ولی قانونمنده، قانون توارث هم چیه؟ قانون مندل، چیز داروین، همه قانونه، همه اینا دارن اون نظریه که ما میگیم اعداد قانون دارن چیز میکنن. یعنی ارث هم دائمی نیست. حالا مثلا میگن خدا دلش خواست این ارث رو به اون بده نخواست، میگه آقا این اینطوری، این با این میده این، تموم شده رفت. یعنی مندل اومد اون کارو کرد، شما اینه که جدول مندلیوف دوباره میبینید که اتم هم از این اتم به بعدیش قانونمنده. خب یک اوربیتال اضافه بشه قانونمنده، کم بشه قانونمنده، الکترون بخواد زیاد بشه قانونمنده. و همونطور که میدونید خیلی از عناصر پیش از اینه که وجود داشته باشن پیشبینی شدن، به خاطر همون قانونمند بودن قانونمنده. ولی این موضوع رو که من پی بردم یکی از بزرگترین اعجاز کار طراح رو من در اون شخصا پیدا کردم. منتها افسوس که این همه اطلاعات توی اینو نمیتونیم خیلی بازش کنیم که چقدر اعداد با هم جور اومده. البته شما که بریم توی داخل ساختمان
یه سلول ببینید که چجوری باید جور در بیاد تا این ماجرا خلاصه در نهایتش با هم جور در بیاد. تازه فقط در سلول نیست، این شاخه هم سلول داره، این هم سلول داره، ولی یه چیزی این سلول ها رو از هم متمایز کرد، یه چیزی به این تجمع سلول ها معنا داده. مثلا یک گربه کاربرد ذهنیش خب در حد مدیریت بدن و سلوله، مدیریت حافظه نداره، مدیریت یعنی مدیریت حافظه بسیار 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 ضعیف، در حد یه چیز موقته. خب و نمیدونم مدیریت چیدمان اطلاعات نداره و وقتی میریم سراغ کاربرد روان میبینیم که اون نمیدونم چیه، وقتی میریم کاربرد مختلف میبینیم که یک تفاوت فاحشی وجود داره. این فقط یه انشعاب ساده نیست، اینو میخوام بگم. و در نهایت کاری که داروین کرده یا مندل یا نمیدونم سایرین اینه که این قوانین که قانون یعنی اراده خداوند، اینطوری بگیم بهتره، قانون یعنی اراده خداوند، اینو بیایم بگیم یعنی داروین این یکی قانون یکی از قوانین الهی رو کشف کرد. خب آها بحث سر اینه، حالا سر بحث سر اینه که حالا وقتی میرسیم میایم اینجا این طراحی این تک سلولی رو که اینجا گذاشتن میدونستن، طراح میدونسته که این چه انشعاباتی داره، یعنی یک سلول گذاشته که در اون سلول اطلاعات کل هستی، ما الان معتقدیم که در یک ذره در یک اتم اطلاعات کل هستی گنجانده شده، همونطور که الان علم اومده به این نتیجه رسیده که در یک سلول اطلاعات کل سلول، اطلاعات کل بدن، یعنی اطلاعات 100 تریلیون سلول دیگه و به اضافه خیلی چیزای دیگه نهفته. ما اصلا اعتقاد داریم در یک ذره، دلیل هم داره، دلیل اینکه شعور یک اتم مساویست با شعور هستی، شعور کمیت نداره. مثلا نمیتونی بگی مثلا شعور هستی چند برابر شعور یک اتمه، چون شعور نیست کمیت نداره، انقدر شعور با شعور کل هستی با هم برابره. خب بنابراین شعور یک اتم مساوی هست با شعور هستی. حالا در دنیای علم از نظر عظمت به این نتیجه رسیدن که میکروکازمیک مساوی است با این، از نظر عظمت، از نظر شکل، از نظر چرخش در چرخش، حرکت در حرکت، از این نظر دنیای علم هم به همین نتیجه رسیده، چه بریم داخل اتم چه بریم فضا، رابطه ها و نسبت ها یکسانه، یکی. اما از نظر ما وقتی میایم تو بحث شعور میایم، شعور یک اتم مساوی هست با شعور هستی. اون سلولی رو که گذاشته رو زمین، اون در واقع شعور سلول اولیه مساوی است با شعور کل موجودات زنده. خب شعور کل موجودات زنده در همون شعور سلول اولیه چی بوده؟ الان هم هست. الان هم اگر ما یک شعور یک سلول رو یک روز علم باز میکنه، همونطور که الان نزدیک شده به بحث کلونایز و باز کردنش، متوجه شده که این سلول اطلاعات کل بدن رو داره، اگه باز جلوتر بره میبینه که اطلاعات همه نسل رو داره، جلوتر بره میبینه که اطلاعات نسل قبل هم توشه، اطلاعات انسان نخستین هم توشه،
انسان‌های اطلاعات دایناسورها و نمی‌دونم چی و قبل و همینجوری تا اولین سلول این در خودش داره. هستی جلو تبریم جز حیرت، جز پی بردن به اعجاز و به این قدرت خلاق الهی هیچ چاره نداریم. یعنی اگر بازی با این، من عرض کردم خدمتتون، فقط اینجا مسائل ما از وقتی به اصطلاح کل این ماجرا رو میگیم، بازی اعداد و به اصطلاح مجموعه تناسب عددی رو ما یه چیزایی رو تعریف میکنیم برای خودمون، متأسفانه خود پیچیده داره، مجموعه تناسب عددی که باعث بشه یک سلول وجود داشته باشه، مجموعه تناسب عددی که باعث شده ما الان اینجا بشیم. منظورم الان مثال زدم، فاصله ما تا خورشید باید حساب شده باشه، سرعت نور، نمیدونم تمام به اصطلاح ثابت هایی که وجود داره، ثابت پلانک، ثابت پی، ثابت نیدام چی، آواگادرو، نیدام، همه اینها باید با هم متناسب در بیاد تا ما اینجا نشسته باشیم. یکی از این عدد ها اگر یه ذره این بر بود ما هرگز اینجا نبودیم. اینو ما میگیم مجموعه تناسب عددی، مجموعه تناسب عددی که بخواد وجود داشته باشه تا هر رابطه رو، هر چیزی رو شما تعریف کنید، یک سلول اینجوری باشه، یک نمیدونم گربه اونطوری باشه، یه نمیدونم چی اینجوری باشه، اگر برای همه این چیزا ما اینو تعریف بکنیم، اون وقت متوجه میشیم که در واقع انسان میمون نیست. خب مخالفین داروین مخصوصا یکیشون یه دکتری بوده گفته که پس جناب داروین این تو که میفرمایید انسان نسل میمونه، حرف داروین نبود، حرف یکی از مخالفینش بود که تحصیل کردن بوده، بی سواد هم نبوده، مدت تو تاریخ ثبت شده به عنوان عالم جاهل، خب ثبت اسمش، اون گفته و اصلا این تصور غلطیه که انسان میمونه یا انسان نزدیک به، یا ما از یک چیزیم، اصلا اینطور نیستیم، نزدیک از یک نقطه نظرایی نزدیکیم، اما قابلیتی که ما داریم اصلا هیچ وجه تشابهی، اصلا اونا یک میلیاردومش هم قابلیتی رو که ما داریم ندارن. اونی که بخواد بیاد یه همچین تشابهاتی رو چیز بکنه حتما انسان رو نمیشناسه، حتما نمیشناسه، یعنی ظاهر نگاه میکنه که اینو گرفته میمونم میگیره، نمیدونم اون، نمیدونم چی شده، اونم اینطوریه، یه بچه تشابهات فیزیکی ظاهری اونم بسیار در حد ناقص، خب اصلا اینطوری نیست و این شاخه استثنائیه اعجاب انگیزه. اگر کسی وجود انسان رو بشناسه، نقشه وجود رو بشناسه، ما حال ممکنه که همچین فکری بخواد بکنه. احتمال این که در کائنات از ما به هیچ عنوان، به هیچ عنوان اصلا احتمال این که شاخه نزدیک به این قضیه پیدا بشه ممکن است از ما متفاوت‌تر هم باشه. در این، در زمین، اونو ما داریم راجع به زمین، راجع به یه سلول اینجا رو زمین صحبت کردیم، خب فعلا حالا اون در کائنات که ما که میگیم بی نهایت جهان، خب به خاطر اینکه تجلی اونم دلیل داره، میگیم تجلی او، تجلی اون خودش بی نهایته، خب مثلا بی نهایت جهان ها هم باید بی نهایت باشه، تجلیشه دیگه. ببینید خودش بی‌نهایت، تجلیش هم باید بی‌نهایت باشه، نمیتونیم بگیم تجلی الهی فقط جهان دو قطبیه، جهان دو قطبی یکی از تجلیات الهی است و ما بی‌نهایت تجلی داریم. پس حالا الان غیر از
هدف ما حرکت به سوی بی‌نهایت دیگه، درسته؟ یعنی حرکت به سوی خدا. حالا منی که یک انسانم باید از خداوند یک تصوری داشته باشم. من همینجا یه تعریفی بکنم. تعریفی بکنم باز این مطلب اینجا دیگه وقتش هست که راجبش مثلا صحبت کنیم. ما میگیم حرکت به خدا، الهی راجعون. بعد خدا رو گفتیم یعنی چی؟ خدا گفتیم کمال. هدف خدا یعنی کمال. کمال در هر مقطعی، خب در هر مقطعی نسبت به اون مقطع تعریف میشه. الان مثلا ما در این مقطع که هستیم اینه، این برای ما کماله. یعنی اگر ما بتونیم اینو اینجا طی بکنیم، بیام اینو بفهمیم، از اینجا اونو میفهمیم، درکمون نسبت به این جایی که هستیم، خب نسبت به اینجا، این الهی راجعونه. این خدا برای ما در این زندگی یک مفهومی خواهد داشت، زندگی بعدی یک مفهوم دیگری داره و در بعدش دوباره یک مفهومی داره. یکی از اشکالات ما که گیج کننده است برای ما برای اینه که ما الان با تصور مهد کودکی خودمون میخوام یک کلی رو بفهمیم. یعنی بچه مهد کودکی مثلا کتاب ریاضی دانشگاه رو داره ورق میزنه، خب و همش میخواد بگه که این شکلها چرا اینجوریه، این چرا مثلا انتگرال اینجوری والا اون که اصلا نمیدونه اسمش هم چیه، اینا چیه، این قزنقول باقا و این نمیدونم چیزایی که اشکال نمیدونم در هم بر هم و این چیزایی که اینا چیه، اینا چی میخواد بگه. خب ما هم در واقع الان خیلی از روابط رو که نگاه میکنیم سر در نمیاریم. ما فقط باید در حد اینجا چیکار بکنیم، در حد اینجا مسائلمون رو نگاهش بکنیم. بنابراین در اینجا بحث خدا اینه که ما بدونیم همین ماجرایی که هستیم، فرضاً یک هوشمندی رو ما حالا با عقل خودمون مثلا کم و بیش تعریفش رو میدونیم، کم و بیش، یعنی الان حتی ما حتی هوشمندی هم نمیتونیم تعریف کنیم، اشکال کارمون ببینیم چقدر زیاده. فقط میدونیم پشت یک چیزی باید یه آگاهی خوابیده باشه. الان علممون به اونجا رسیده که این ماده، اینم انرژی، اینا جمعه. برای اینکه ما بتونیم از این استفاده بکنیم باید آگاهی پشت این قرار بگیره، یا اصلا برای اینکه اینو به وجود می آوردیم باید آگاهی پشتش قرار بگیره. تا اینجا رسیدیم که خب حالا این ماده و انرژی تو هستی، برای اینکه این ماده و انرژی هر شکل میگیره، یعنی هدفمند میشده، باید آگاهی سوارش باشه. یه دو تا چهارتای ساده ما داریم میریم که این آگاهی رو بفهمیم. این میشه خدا، این میشه الهی راجعون، این میشه کمال. ما همین این مسئله در حد بسیلا هر کسی به قدر فهم خود کند ادراک. ما هم در اینجا نسبت به این دوره و نسبت به این مقطع این کار رو میتونیم بکنیم. بیشتر از این هم از دستمون بر نمیاد. بعد از اینه که اینو متوجه شدیم، حالا برامون راحته یه منبع فرضی رو بگیم. خب اینم یه جای حتما اومده دیگه، اونم اسمش واسه میذارم خود، تموم شد. بنابراین ببخشید همین جای سوال، بله بله، این منبع فرضی رو من نمیتونم فرض کنم. من یا باید از خدا شخصیت بسازم، کما اینکه توی قرآن میگه مثلا ید الله و سمیع و علیم، یعنی اصلا احساس بکنم که یک شخصیت منتها بسیار متعالی که من وقتی دارم سجده میکنم یا رکوع میکنم، من نمیتونم جلوی عدد یا حجم نمیتونم. خب همینجا نگه داریم شما فرض میکنیم برای چی بت ساختن؟ چرا بت ساخته شد؟ مگر کسانی که بت ساختن مگه نمیدونستن خودشون دارن این سنگو میتراشن، خودشون دارن اینو این چوبو میتراشن؟ من خودشون نمیدونستن، اونام همین رو میگفتن. اونا میگفتن که من باید آخه یه تصوری از اون داشته باشم که بعد واسم باهاش صحبت کنم. آخه من رو به هیچ واسم چه صحبتی بکنم؟ توجه میکنید؟ امروز اگر ما میگیم میتونیم منبع فرضی در نظر بگیریم، به خاطر اینکه توان بازی با فرضیات رو ما پیدا کردیم، اون روز نداشتن.
اون روز نمیتونستن به اصطلاح ما الان در ریاضیات در نمیدونم مدل سازی های مختلف چقدر چیزا رو فرض میکنیم، یه مدل رو میسازیم همش با فرضه. خب این ببینید کلن میگم انسان به رشد ذهنی رسیده میتونه تو فلسفه فرض بگیره، میتونه تو علم فرض بگیره، میتونه تو همه جا به فرضیه ای چیکار بکنه، به فرضی اتکا بکنه. میگه که خب پس این باید از یک جایی آمده باشه، اون جا رو اسمشو بذاریم X. بعد بلافاصله چون الان دیگه اون منطق رو ما منطق به وجود اومده، میگه خب X از کجا اومده؟ میگن از نقطه به نام Y. میگن اون از کجا اومده؟ میگن از آخر یک دوزه در میلیارد آخره. میگن بابا این سیر تسلسل باطله، قرار داده در مثلا پس کنیم در فلسفه قرار داده، اگر به سیر تسلسل باطل رسیدیم خاتمه بهش بدیم، بگیم بابا بالاخره این یه جایی اومده که اون دیگه خودش از جایی نیامده، اسمش هم بذاریم مثلا خدا، اسمش رو بذاریم الله یا و گاد، هر چی میخوایم بذاریم. امروز در این حد از استدلال ما رسیدیم و منظور سر یک چیزه. اینجا که برسیم ما کارمون تا حد زیادی حل شده، چون دیگه دسترسی اونجا دسترسی امکان پذیر نیست در این زندگی، در زندگی های بعدی باید رفت دنبالش. بنابراین اینجا ماجرا ماجرای که بخواد از نقطه نظر به اصطلاح لپ مطلب و ماجرا حل میشه، میمونه سر اینه که حالا این هوشمندی چه شکوفایی میتونه برای ما همراه بیاره، یعنی ما از طریق این هوشمندی به چه دستاوردهایی میتونیم برسیم، چه کمکهایی میتونه به ما بکنه، و دیگه از اونجا این پیشرفتا معطوف میشه به کار با خود هوشمند. یعنی تازه اول ماجراست، یعنی تازه ما الفبا رو یاد گرفتیم، حالا میریم که با این الفبا یک کتاب بنویسیم، میریم کتاب ها بنویسیم. دقیقا همینطوری شما میفرمایید، ولی که من الان دچار همین یه سرگشتگی دیگه، یعنی اصلا من الان نمیدونم تمام اون قوانینی که شما گفتین مال مهد کودک و سر کاریه و اینا، الان احساس میکنم هر کاری که میکنم سر کاری میشه، بعد یعنی در واقع راهمو گم کردم، الان نمیدونم که اصلا خدا رو میشناسم نمیشناسم، دوستش دارم ندارم، اصلا یه چیز عجیب و غریب، نمیدونم بعد نماز بخونم، به شما میگم نماز نمیتونم بخونم، شما میگین ترمز دستی، نمیدونم مثلا این ترمز دستیه یا من شعورم مثلا تغییر کرده، مثلا دیگه نمیتونم الکی سجده کنم یا رکوع کنم، به کی باید این کارو بکنم؟ اینه که یه لطفی بکنید. تا یک بار ببینید، ما تا یک بار نمیریم خب و دوباره متولد نشیم، نه فیزیکالا، خب همونو که میگه بمیرید قبل از موت، و در انجیل هم معادلش هست که تا یک بار نمیرید و مجددن از روح متولد نشید ملکوت خدا را نخواهید دید. موضوع سر اینجاست که ما خدا را دوست داشتیم، اون چیز افکار قدیمی بود، خدا را می ستاییدیم، ستایش می کردیم، اون بود، و هر کاری که می کردیم اون قبلیه بود که خدا براش وسیله بود، از خدا یک چیزی ساخته بود در ذهن خودش برای خودش، و خلاص یه چیزی که وجود خارجی، اینجا خدای ما الان اینجا اینه، الان خدای ما اینه، مسیری که می خواهیم هم بریم اینه، ما با خدا این کارا رو این چیز رو داریم باش، این کاریست که باش داریم، بقیه داریم هنر بازی با قانون رو یاد میگیریم، گفته برید هنر بازی با قانون رو یاد بگیرید و سوار بر کار باشید. درست شد؟ نگفت من قانونم رو تغییر میدم. یه آیم داریم اگر اشتباه نکنم، که میگه سنت الله لا تغییرن و لا تبدیلن، یک همچین چیزی رو داریم که سنت و قانونش تغییر پیدا نمیکنه. این آیه رو من مطمئنم که هستیم بفرمایید. یه کارم زیاد میکنه به صدا
اولی که خدا ذکر میکنه میگه تلک حدود الله، یعنی اینا حدود خداست. از این تجربه غیر از بحث حدود لا تبدیل بله سنت الله جان بفرمایید. در مورد ذهن بی ذهنی همونطور که فرموده بودید یک انقلاب درونیه، واقعا همین هست. من اینو به تجربه در خودم پشت اون ادراکی که درش هست رسیدم به خاطر تمام زحمات و حلقه هایی که به ما دادید سپاس. گزارش خیلی کوتاهی داشتم در مورد ارتباط قونیه و سوالی که در این مورد برای من پیش اومده، اگر عنایت بفرمایید جواب بدید سپاس گذارم. بله خب ما این یک مطلبی رو که میخواستم این بحث رو تکمیل کنیم، اگه سوال جدیدی میخواییم مطرح بکنید ما اینو تمومش بکنیم بعد بیم سراغم. من فکر کردم که نه. توضیحات شما تموم شده، ببخشید. راجع به این که لسنت الله لا تبدیدن ولا تغییرن، اگر که لا تغییرم و لا خب حالا همینه، من چیزی که تو ذهنم هست اینه. خب ببینید قانون دیگه عوض نمیشه، یعنی دیگه نمیدونم این که میدان الکترومغناطیسی و میدان گرانشی و میدان اینا عوض نمیشه، این قوانین قانون عدالت عوض نمیشه، قانون بازتاب دیگه عوض نمیشه، قانون کارما، قانون هیچ کدوم از این قانون ها عوض نمیشه. خب ما این که باید عوض بشیم و خب حالا ما اومدیم با یه روندی دمی تمام کارهای جهان هستی رو دمی تصور کردیم. حتی بعضی موقع فکر میکنیم که الان خداوند همه قانونا رو به نفع ما تغییر میده. این جالبش اینه که بعضی تصور میکنن که الان قوانین به نفع ما تغییر پیدا میکنه و همین الان خداوند تمام قانونا رو به هم میزنه. اینطوری نیست، ما فقط هنر بازی با قانون رو داریم یاد میگیریم و هی متوجه میشیم که این ماییم که باید تغییر کنیم. اونا ثابت. بنابراین نهایت قضیه به اینجا میرسیم که ما چاره ای نداریم جز اینکه یک بار بمیریم و زنده بشیم. حالا ما این مجازیه، چجوریش اینه که اونی که بود اون یک بار باید در مراسم تدفین شرکت بکنیم و به اصطلاح براش حالا 3 و 7 و 40 و اینا مگه خواستیم بگیریم و این معنی که متولد میشه هیچ کدوم از اون چیزهای سابق رو نداره، هیچ کدوم از اون باورهای سابق و عقاید سابق رو نداره و این مفهوم اینه که بمیرید قبل از موت. مفهومش اینه ما اومدیم یه چیزایی که داشتیم ارثی بود، چیزایی بود که بهمون دادن، باورهایی بود که بهمون دادن، ما خودمون تفکری روی این مطلب، روی مسئله تفکری نداشتیم، لذا یک وادی پیش میاد که وادی سرگشتگی، وادی حیرانی، یعنی مثل اینکه یک پتک بکوبن تو ملاج ما، بعد ما لحظاتی گیج میخوریم، تلو تلو میخوریم، واقعا همه چی رو هم گم میکنیم، اسم خودمونم، حالا خدای خودمونو نمیدونم، همه چی رو به اصطلاح از دست میدیم. حالا دوباره به هوش اومدیم چیزی دیگه از گذشته نمیدونیم، مثل کسی که یه ضربه مغزی خورده حالا به هوش اومده هیچی یادش نمیاد اصلا اهل کجا بود، حالا از نو باید تعریف کنیم. خب خدا خب باید تعریف کنیم، خودمون باید تعریف کنیم، همه چیز باید از نو تعریف بشه و این میشه یک انقلاب، یک رنسانس فکری، این میشه یک تحول و به دنبال این تحول دیگه حالا ما هرچی رو که میاریم دیگه میدونیم مال خودمونه، نه ارثی است، نه به ما القا شده، نه نمیدونم چی شده و این محصول خودمونه، خواست خودمونه، عقیده خودمونه، اعتقاد خودمونه، اون وقت حاضریم برای اعتقادمون، برای اون چیزی که خودمون پیدا کردیم نمیدونم هر جور تلاشی بکنیم، هر کاری بکنیم، حاضریم اگرم بالاخره هر غرامتی داشت، هر بهایی داشت پرداخت بکنیم. این مسئله است که
خب همینه دیگه، این که بمیرید قبل از موت. پس منظور چیه بمیرید قبل از موت؟ شما فکر میکنید که منظور چیه؟ تمام اون چیزی که ما یک به موضوع چی هست یا غلط. و الان چند تا گزارش میگیریم ببینیم که استاد تمام اون چیزی که از ترم یک ما یاد گرفتیم تا 6 اونا چی؟ جز این و یعنی اونا رو بعد بذاریم کنار دو مرتبه زدیم. ببینید ما از ترم یک پای ریزی کردیم، مقدمه شینی کردیم تا بیام اینجا اینا رو بگیم. یعنی از ببینید چرا مثلا ترم یک نگفتیم ذهن بی ذهنی؟ خب نه دیگه، اونجا اگه میگفتیم دیگه شما رو الان نداشتیم دیگه، همون که هفته سوم. خب این میخوام بینم حل و فصل شد که یعنی سوالی نمونه که در واقع که بفرمایید. در مورد ارتباط گونیه میخواستم سوال کنم از حضورتون. من در این ارتباط با بیماران مختلف کار کردم. چیزی که در همه اینا مشابه بود و من بعد از ارتباط در اینا پیگیری میکردم، یکی همون نظم و ترتیبی که در اون چرخش همونجور که شما فرموده بودید در بدن اینا همه بود. حالا ام اس، مثلا منگول و فرض کنید دیالیزی یا بیماره دیگه. بیمار منگولی که کار کردم روش، این ارتباط خیلی خیلی در جایگاه خودش و در نوع بیماری این شخص بسیار زیبا بود. یعنی حتی همون حرکاتی که شما می‌فرمایید در جایگاه خود اون شخص با اون اختلال ذهنی و وضعیت جسمی و ذهنی و روانی اون در جایگاه خودش خیلی زیبا بود. این ارتباط اونجور که من در عمل بهش رسیدم فوق‌العاده سریع الاثر، کوتاه و خیلی زیباست. ولی چیزی که باز من پیگیری کردم بعد از اینی که با بیماران متفاوت کار کردم، چیزی که در اینها متفاوت بود، بیمار ام اس من مثلا گفتش که حدود 5 ماهی که من رویشون دارم کار میکنم همیشه اظهار میکرد که ستون فقرات من فوق‌العاده داغه و حرارت خیلی زیادی داره، گاهی که حس میکنم پیراهنم به بدنم میچسبه از زور گرما، به گفته خودش. بعد ایشون اجازه بفرمایید من اینو توضیح بدم، بعد سوالم در رابطه با همینه. بعد ایشون اولین بار که این ارتباط رو بهش دادم هیچ وقت توی پاهاش احساسی نداشت، ولی اولین باری که این ارتباط رو گرفت ایشون گفت که من حس میکنم که جون توی پام اومده و چیزی مثل جریان خون در پاهای من میچرخه و همون جور که شما فرمودید در جهات مختلف میومد و میرفت. بعد از اینی که من کار با ایشون رو تموم کردم و به منزلم برگشتم، چون هفته یه روز رو من پیش ایشون میرم برای دل بیمار بگفته خودتو، بعد ایشون گفت در اتصال بعدیش که نشسته این احساس رو هنوز داشته با توجه به اینکه من اونجا نبودم و فرموده بودید این ارتباط از راه نزدیک هست. بیمار دیگری که من پیگیری کردم بیمار دیالیزی من بود که ایشون یک همچین حسی رو داشت در 2 اتصال بعدیش، یعنی با اینکه باز من اونجا نبودم و به گفته شما میفرمایید ارتباط نزدیک. خب من یکی یکی بگم که نه، یک سوالی که بله اینو میخواستم شما توضیح بفرمایید که آیا این حرکتی که به حساب این ارتباطی که ما از نزدیک میدیم تاثیرگذاری اون در بیماران مختلف اگر متفاوت هست تا چه زمانی ماندگار هست و آیا اینو ما باید دوباره تجدید کنیم، یعنی هی باید بریم و اینو مرتب تجدید کنیم؟ این سوال من بود. و سوال دومم این که این ارتباط رو خودم در مورد خودم انجام میدم، چرخش رو کاملا به وضوح حس میکنم، ولی اون حرکات موزونی که دوستان میگن یا بعضیشون میگن خیلی، من اصلا به اون حرکات خودم نرسیدم ولی به یک حس درونی بسیار زیبا و رهایی رسیدم که حالا نمیدونم در رابطه با اون ذهن به ذهنیه یا اینه، هر چی که هست من فوق‌العاده رها و آزادم با توجه به اینکه حتی اون حرکات رو هم ندارم. بلد. خیلی ممنون میشم. خواهش میکنم. یکی اینکه وقتی ما به اصطلاح شما یه نفر رو بهش اطلاعات و آگاهی میدین، حالا در این مورد خاصی، خب این اطلاعات و آگاهی در این مورد خاصی که اون نیاز داره، حالا دیگه با اون همراهه، اون وقت هر جایی که میره با این اطلاعات و آگاهی با اون یک حالا یک موردی که هست باش میتونه چیکار کنه، ازش استفاده کنه. شما یک وجودی رو وقتی
در مثلا در این آگاهیش سهیمش کردین، این سلول آگاهی رو بهش رسوندین، این حالا وقتی میره اونجا دیگه این آگاهی رو با خودش برده، این در این آگاهی اون داره دیگه کار خودش رو میکنه، یکی باره باید با این سلولا اون چیز لازم تبادل اطلاعاتی و آگاهی رو داره میکنه، همراه هست. این نیست که تا از شما جدا شد کات بشه تمام بشه، اصلا همچیزی معنی نمیده تو هیچ کدوم از ارتباطات ما. وقتی که آگاه شد دیگه آگاهه، این میخواد آدم باشه، خب میخواد مثلا وقتی ما فهمیدیم خدامون وسیله است دیگه آگاه شدیم، دیگه به هیچ عنوان نمیتونیم برگردیم روز اولمون. برگشت نداره دیگه، آگاه شدیم. اگر هم بخوایم خودمونو بزنیم به اونوری میتونیم، اما زجر خواهیم برد. ولی قبلا خیالمون راحت بود، کیف هم میکردیم، عشق هم میکردیم، خب چون نمیدونستیم دیگه. بنابراین شما وقتی که این آگاهی رو دادید، آگاهی کلامی نیست، آگاهی شعوری، این آگاهی رو دارید، اون آگاهی رو داره میبره و داره در اون سهیمه، داره اون هم روش کار میکنه، اتفاق چیز میفته. و موضوع انقضا و تاریخ مصرف اینا رو هم چیه؟ در مورد مسئله شعوری نداریم دیگه، ما نمیدونیم که این هوشمندی، این آگاهی، این شعور چگونه میخواد با این فرد رفتار بکنه، تا کی میخواد باش بمونه، بمونه نمونه نمیدونم. خب تمام اینا رو به اصطلاح دیگه از دست ما خارجه و خیلی از فاکتورها از جمله فاکتورهای فرد گیرنده خب در این مسئله دخیل و سهیمه و به اصطلاح عکس العملش، استقبالش از این مسئله، این مسئله خوشاینده براش، بدآینده، نمیدونم، خیلی فاکتورهای انسانی تو ماندگاری این موضوع دخیل و سهیمه. فرد کافیه خوشش بیاد، یعنی خوشش بیاد یعنی که مورد استقبالش واقع بشه، احساس بکنه یه چیزی میخواد براش انجام بشه، این ماندگاریش بیشتر میشه. یا نه میشینه میگه که نه حالا حتما ببینه که ایشون به من چجوری تلقین کرده، نمیدونم فلان، نمیدونم از اینجور حرفا و کارها و نمیدونم چیزهای مختلف، میبینه که زودتر این ماجرا فیصله پیدا میکنه. بله مجله ام اس اینجا بود. بله اتفاقا ما در مورد بحث بیماری ام اس میخوایم فعالیت چیزی داشته باشیم با مجله ام اس هم که الان به زودی قرار مقاله بدیم، نمیدونم معرفی فرادرمانی داشته باشیم. اگر نمونه های روز کار شده رو داشته باشیم که گزارشش رو درج بکنیم، افراد مصاحبه داشته باشن در با این مجله ام اس، مجله ام اس مال انجمن ام اس ایران هست، بتونیم داشته باشیم که دیگه خیلی مستند میشه، به روز باشه، نه مثلا بگیم کی کار کردیم، به روز باشه. همین الان بتونه اون فرد نمیدونم در انجمن آماده حاضر بشه و بالاخره گزارش داشته باشه، فرضاً برای چیزشون که ما این کمک رو باشون داشته باشیم. به هر صورت این قضایا رو میتونیم روشون تجربه بکنیم، برای اینه که چرا از قبل روشون کار نشده. برای این مجله ام اس، پیام ام اس هست که قراره که به زودی دیگه از شماره آینده راجع به فرادرمانی و تاثیر اون روی بحث ام اس، سیستم عصب ثانویه و چیزایی که میتونه به اونا کمک بکنه که علم نمیتونه ببینه، مخصوصا معرفی سیستم عصبی ثانویه رو براشون داشته باشیم. و از صورت اگه در این موردم مطلبی داشتین حتما با ما در میون بذارین، حالا همه دوستان که داشته باشین که بتونیم برای همکاری با انجمن ام اس ایران که زمینه هاش داره فراهم میشه داشته باشیم. و از صورت مسئله اینجاست که چرا از قبلا نه،
ببینید موضوع این نیست که صرفا ما بیایم بگیم که خب یک ارتباط قونیه، ارتباط قونیه و مسائلی که حالا همجوری به ترتیب بیام جلو ما رو در معرض دیدگاه‌ها، آگاهی‌ها و چیزهای قرار میده که به صورت زودرس گیج کننده است. یعنی فرض کنید که الان ما بعد مثلا ترم 6 که داریم فرزند این مباحث رو دنبال میکنیم، تازه قراره برسیم به وادی سرگشتگی و این برای مثلا ترمای پایین تر خیلی دیگه چیز به اصطلاح شاید زودرس تره و خیلی گیج کننده تره. ما باید ابتدا به ساکن مثلا می اومدیم در ترم یک حتما بحث فرادرمانی اون کار عملی با شور کیانی رو آغاز میکردیم، در ترم بعدی اون کارا رو میکردیم، مباحث بنیادی ترم دو میومد اصولا یه سری افکار ما رو به هم میریخت، بعد نمیدونم همون دیگه مراحل مختلف رو طی میکردیم تا در اینجا بیام بگیم که ارتباط قونیه. تازه ارتباط قونیه رو هم بازم اطلاعاتش رو نمیخوایم ترم پایینی ها داشته باشن، خب برای اینه که خب مشکل سازی شده و مشکل سازی میشه. باز گزارشی رو داشتیم در یکی از دوستان که همین ارتباط رو گزارشش هم گوش دادین، والا دوستان یادم نیست که ترم پنج هفته جلسه ترم پنج بود، گزارشی که از دوستان رو شنیدین که خب به تقلید از ارتباط قونیه دچار مشکل شده بوده. حالا به هر حال این مطالب رو باید بدونیم که سر جای خودش، عجله نیست، ما باید بیام یکی یکی اینا رو تجربه بکنیم، عجله نیست. بحث اینجاست که مطالب رو واقعا به درکش برسیم، سر جای خودش هم این استفاده ها رو هم خواهیم برد و شاید هم در آینده، شاید نه قطعا، یه دفعه بیام ببینیم که یه ارتباطاتی داشتیم که شما بگید بفرمایید که چرا اینو همون روز اول مثلا اعلام. البته همینطور هم هست، مثل مثلا همین ارتباط ویژه، خب که البته خب اون یه کاری انجام میده، ارتباطات دیگه یه کار، و ارتباط ویژه ارتباط به اصطلاح جهانی خاص، نمیدونم ارتباط روی جمعی منطقه‌ای است و حالا با چیزای خاصی البته هم در سطح کل میشه استفاده کرد و هر کدوم از اینا یه تجاربی داره که واقعا باید دوره‌هاشو طی بکنیم، دوره‌هاشو طی بکنیم تا زمانی که وقتی میایم یه چیزی رو تعریف میکنیم مثلا به عنوان ارتباط ویژه، شما حداقل بتونیم باورش کنید. اگر روز اول ارتباط ویژه معرفی بشه میشد، خب به هیچ عنوان ما نمیتونیم ذهنمون رو بیاریم توی این که اصلا همچین چیزی امکان داره، خب ولی چون اینو تجربه کردین، یواش یواش اومدید اونو قبول کردید، حالا به اینم نزدیک شدید، بعد دیدید که آره اینم هست، اما یه باره نمیشده. خب باید این مراحل طی بشه. مثلا فرض کنید بنزی رو که امروز تولید میکنن مسلما 30 سال پیش نمیتونستن بدن بازار. ببینید کلن وقتی که کاری صورت میگیره رو فردی، سوالشون این بود که ما فرض کنید رو کسی کار میشه، حالا ارتباط قونیه کار شده، مثلا فرض کنید که ارتباط قونیه شما اعمال کردید، بلافاصله یه عکس العملی دارید، عکس العملی که از او دارید ممکنه که خروجی باشه، این خروج ممکنه سرد باشه، ممکنه گرم باشه، ممکنه ورود باشه، این ورودی که میره ممکنه دوباره گرم باشه، ممکنه سرد باشه، حالا ما البته حس ماست دیگه، حس فیزیکال ماست، اما ما قضیه اینه که اون چیزی رو که او بهش نیاز داره، ورود خروج نمیتونم، اون چیزی رو که او بهش بسیار نیاز داره در این لحظه انجام میشه. دقت فرمودین؟ و حالا اگر که
داره گرما خارج میشه، میبینیم که حلم گرما داره از بدن اون خارج میشه، این چیز خاصی نداره. نیاز او در اینجا اینه که الان تششعی، جریانی، چیزی خارج بشه که شما دارید به صورت گرما اونو احساس میکنید. درست شد؟ هیچ چیز خاص دیگه ای نداره. مثل همونه که اسکن که میدیم به صورتهای مختلفی، فرد بر حسب نیازش داره اونو تجربه میکنه. رنگ میبینه، نور میبینه، جریان انرژی میاد، فیزیوتراپی میشه، نمیتونم، بر حسب نیازش. و دو نفر مثل هم نمیشه، نیست. ذهن اشتراکی دوباره کسانی که در به اصطلاح ماجرای شعور داخل حلقه هستند، اصولا یک ماجرای ذهن اشتراکی در اون جریان داره. این ذهن اشتراکی خودش کارهایی رو انجام میده. مثلا در ترم یک گفتیم که شما یه نفر پاس تلفن زنگ میزنه میگه کمک به من ارتباط بده، اسمشو نگفتی، شما میگید که چشمی دو بند بیسار کن. اینجا چه چیزی وجود داره؟ صدای او وجود داره، ولی ذهن اشتراکی ما رو چیکار میکنه؟ به هم مربوط میکنه. مثلا یه اسمس میاد میگه کمک، ولی نه اسمی داده نه چیزی داده، و این کار هم انجام میشه. خب حالا حتی بعضی موقع قبل از اینکه ما اسمسشو بخونیم، اینم یه مطلبی، قبل از اینکه ما بخونیم اسمسشو بخونیم کمک شده، او از طریق ذهن اشتراکی متصل شده، مسئلهش عنوان کرده، قضیه اومده. حالا این ماجرا میبینی که به کمک ذهن اشتراکی اومده، اتصال پیدا کرده. یا اینه که ما داریم میبینیم اسمشو نمیدونیم، یا اسمشو میبینیم خودشو اصلا نمیدونیم کیه. در یک نشانه از او، یک اثر، یه نقطه بذاره یه جایی، خب اون نقطه رو که بذاره یعنی ذهن اشتراکیه. ذهن اشتراکی درون حلقه میتونه این نقطه رو چیکار بکنه؟ پیگیری بکنه، دنبال بکنه، کار انجام میشه. میتونید امتحان کنید. خب یه نفر بگیم اسم تو بنویس، یه نقطه بذاره بود. خب اون نقطه‌ای که میذاره رد از خودش به جا گذاشته. اون رد در ذهن اشتراکی ما مفهوم داره، معنا داره. توجه میکنید؟ بنابراین اینها چیزهایی است که به تدریج هم کار باش رو بهتر میتونیم دنبال بکنیم. خب مسلماً حالا اگه به یک کلاس یکی بگیم که در شروع دوره بگیم که یه نقطه بذار اینجا، یه نوک خودکارتو بزن اینجا، مسلماً کار خیلی مشکل میشه. ولی همینطوری که جلو میریم و کار با هوشمندی داره رشد میکنه، یعنی ما رشد میکنیم در واقع، اون که همچنان که هستی، همچنان که بوده و هست خواهد بود، ما داریم رشد میکنیم. هرچه رشد میکنیم متوجه میشیم که در واقع کار با او آسونتر از این حرف هاست که ما تصور میکنیم، و راه خدا کوتاه‌ترین راه هست. یعنی وقتی بخوایم کار بکنیم باهاش، کوتاه‌ترین راه در واقع. جانم جان هفته گذشته یه بیماری داشتیم که مدتی بود توش کار شده بود، توسط خانم دکتر از امامش بودم دفاعی بهشون داده بودم، بعد ایشون خودشون حلقه های کنترل ها و اینا رو نداشتن، مدتی روی اقوامشون یک از این خانوم ها دفاعی کار کرده بودن. این خانوم هم فقط فرادرمانی اومده بودن کلاس شما، ولی هفته گذشته به قدری حملات ایشون شدید بود و هر چقدر دیگه سعی کردن که به اصطلاح از طریق همین قطع ارتباط و اینها روشون کار کنن، موفق نشدن و مجبور شدن ایشون رو بستریشون کردن آسایشگاه.
من میخواستم بگم که اگر یه همچین مسائلی باشه، یعنی ما وقتی میدونیم، من حقیقتش وقتی این موضوع رو دیدم فکر کردم که شاید ایشون از اول نباید تنها با دفاعی روی این خانم کار میکردن، شاید باید مثلا کارهای دیگه ای همزمان میشده. این سوال برام پیش اومد که آیا ما واقعا میتونیم به همه این اتصالا رو بدیم؟ شاید حالشون خب بدتر از اون چیزی که بله. هست بشه. ببینید، ما الان تا یه جایی عمل میکنیم که میتونن اجازه بدن. اگه دقت کرده باشین، یکی از چیزها اینه که میگیم فرد بتونه خودش اجازه بده. این نشون میده که ما تا یه رنج خاصی رو داریم الان پوشش میدیم و افرادی که سر خودشون نیستن اونها یک چیز جدایی داره، یه ماجرای جدایی داره و از جمله به اصطلاح اونهایی که به اصطلاح در حد پیشرفته مشکل دارن اونها رو جدا کردیم و الان اگه توجه کرده باشین چند بار گفتیم کلینیکای ویژه، خیریه هایی که در اون بتونیم این افراد تحت نظر فرادرمانگر باشن. الان شما به یک فردی که مشکل پیشرفته‌ای داره تشعشع دفاعی بدین، اون حتماً احتمال زیادی داره که کارش به چی بکشه، یعنی چون بیرون ریزی شدید میشه و نگه نمیدارن و نمیتونن نگه دارن، دوباره عادتش بدن به بیمارستان و آسایشگاه و این حرفا و در اونجا هم تنها کاری که میکنن تا حالتشو ببینن شوک و مخدر، داروهایی که آرام بخش و اینا باشه، مخدر باشه، این آروم بنابراین ما رو اینا کار نمی کنیم. ما اگر ببینیم که از یه حدی بالاتره، مگر اینه که بعضی موقع ها سوال می کنیم که آیا خودتون اینو نگه می دارید اگر که حالش به هم بخوره؟ اگر اطمینان پیدا کردیم که نگه می دارند اون موقع کار می کنیم و افراد به اصطلاح که چیز پیشرفته هستن منتظریم ببینیم می تونیم در آینده کلینیکای ویژه، یکی معتادینن، یکی به اصطلاح بیماره‌های ذهنی پیشرفته هستن، اونایی که اسکیزوفرن خیلی پیشرفته هستن و غیره، ولی اونایی که میتونیم باهاش صحبت کنیم ازش اجازه میگیریم سر خودش هست، اونا رو خوب داریم کار میکنیم. الان این مسئله است و ما میدونیم اگر اون پیشرفته ها رو چیز کنیم از کنترل ما خارج میشن، یعنی بیرونریزی شروع میشه، بلافاصله میبرنشون آسایشگاه اینا و بقیه ماجراها روشون پیاده میشه. بفرمایید. این هفته گذشته استاد یکی از پرستاران بیمارستان ما توی بخش اورژانس کار میکردن، متاسفانه تنها بودن اینجا، یعنی اقوامشون و خانواده‌شون تو شهرستان هستن، این دختر اینجا تنها زندگی میکنه. خدمتتون عرض کنم که در منزل یه چیزی هولوش 170-180 تا قرص ایندرال خورده بود برای خودکشی، که ایشون رو هم موقع به بیمارستان القدیر فرستاده بودن و بعد وقتی که بیمارستان متوجه شدن به حال با آمبولانس و با یه حالت خیلی بدی ایشون رو منتقل کردن به آی سی یوی خودمون، که من اصلا در جریان این مسئله بودم ولی زیاد اصلا پیگیر داستان نشدم، تا اینکه یکی از پزشکان ما که در بخش در درمانگاه اعصابمون هستن، نورولوژیست هستن، ایشون از ماجرای کلاس شما، من یه مقداری باشون صحبت کردم چون زمینه دارن و کتاب شما و جزوه شما رو در اختیارشون گذاشتم، خیلی هم مشتاقن، منتها خب به خاطر کمبختی چون استاد دانشگاه هم هستن، من تو درمانگاه دیدن و گفتن که آره من رفتم اینو ویزیت کردم، ولی علارغم این که مریض اصلا اوبی نداره و هوشیار نیست، جی سی اس 3 داره و توی زندگی نباتیه، نمیدونم یه چیزی به دل من گواهی میده که این خوب میشه. من میتونم از شما خواهش بکنم که حالا روی این مسائل آلترناتیو و اینا کار میکنی، برین باهاش کار بکنین و اینا. گفتم بله آقای دکتر، اصلا مسئله نیست، خب به هر حال ما وظیفه‌مون این بود که، خیلی جالب بود حالا بر بچه‌ها رو مثلا تعجب آور بود، من رفتم توی بخش آی سی یو و ایشون همطوری به حالتی که دراز کشیده بودن اصلا نه بال داشتن نه اصلا صحبت میتونه، حتی چشمای بسته حتی به انعکاس نور و اینا هم اصلا پاسخ نمیداد، حس درد اینا پاسخ نمیداد،
دیگه به بچه گفتم فقط من یه لحظه با این تنها بذاری، من باش بعد توی یکی از اتاق ایزولای آی سی او هم بستریه، در اتاق بستیم، پرده رو کشیدیم، من شروع کردم باش کار کردم و خیلی با اصلا با یه چیز معجزه آسایی واقعا میشه گفت، این چشاشو باز کرد و با یه حالت تند و جهشسایی نشست و با چشاش با من ارتباط برقرار کرد که دیگه از اون روزه الان هر روز دارم میرم باش کار میکنم، یواش یواش کلامشو داریم با یه سری کارهای حالا گفتار درمانی و اینا روانشناسا و اینا دارن روش کار میکنن. اصلا برای خود آقای دکتر اصلا یه چیز خیلی عجیبی بود و تقریبا گفتش که 70-80% درمان روش انجام میشه. خیلی ممنون، خیلی متشکرم، واقعا احسنت، بسیار بسیار عالی، خیلی عالی. بیشتر اون لحظه‌ای که سرش رو تو دستم گرفته بودم و حلقه تشعشع دفاعی و مثبت دو رو داشتم پشت سر هم براش اعلام می‌کردم، یه دفعه این حالت بهش دست داد و چشاشو باز کرد. بله، البته برای این دست بیماران، برای این عده، اون چی رو که دارین کمپلکس، خب براشون کار میشه که تشعشع دفاعی هم حتما جزش هست. تشعشع دفاعی و سایر چیزایی که هست، حتی تشعشع مثبت دو، علتش هم اینه که معمولا در این اثنا پیرامونش هم یه سری دیگه هم پیرامونش جمعن، خب یعنی معمولا رو به اعتذار وقتی قرار میگیره فرد پیرامونش هم میان، وابستگان و غیره و نمیدونم حالا حد یه ماجرایی میشه شلوغ بلوغه و خیلی هم که در حال اعتذار هستن میبینن، مثلا میگن ای که یکم اینجاست گونم اونجاست، بعد اونا فکر میگن که داره هزیان میگه، معمولا اطرافیان فکر میکنن که این داره هزیان میگه اما درست میگه اون، و بعضی هم مثلا فکر میکنن که این نمیدونم اسرائیل اومده اینو ببره، بعضی هم حالا تصورات مختلفه ولی گزارشش درسته و تشعشع مثبت دو در واقع اونا رو هم متفرق میکنه، تشعشع دفاعی هم که به همچنین، چون اونا اون وقت توی بیشتر تمایل اونها به اینه که بره تا بمونه، بنابراین این کارها در واقع باعث میشه که بتونیم کمک بکنیم برگردونیم بهتر کار انجام میشه. ترم دو یه تجربه که داشتم خدمت شما هم گزارش دادم، دایی مادرم بودش که فوت کردن و از راه دور شروع کردیم کار کردن که بعد اون نتیجه حاصل شد که حالا اون علائم حیات رو داشتن ولی کسی نبود که به دادشون برسه. بعد از اون ماجرا صد خیلی اینجور کیسا برام پیش میاد، یعنی اصلا خیلی عجیب غریب، کسایی که فوت میکنن و حتی نمیتونم از کنارشون بی تفاوت بگذرم، حد اکثر کاری که بتونم رو براشون انجام میدم، حالا از راه دور یا اینکه حتی برام امکان داشته باشه توی اون محل قرار بگیرم. چند وقت پیش یکی از همسایه‌هامون فوت کرد، من بیمارستان نزدیک منزلمون بود، رفتم اونجا و شروع کردم کار کردن، تمام به قول شما کمپلت کل ارتباطات رو کار کردم، ارتباط قونیه رو هم براشون کار کردم. یه تجربه خیلی عجیبی بود برای من، اولین بار ارتباط قونیه رو برای مرده در واقع کار کردم. استاد دستم رو وقتی بالا گرفته بودم یه جریان خیلی عجیب از دستم می اومد، از بدنم کاملا رد می شد، وقتی به سر بیمار می رسید کاملا قطع می شد، یعنی یه سرمایه خیلی شدید رو حس می کردم. بعد شروع کردم یه یکروبی کار کردن، ولی نمیدونم شاید یه آگاهی بود، شاید کار موجودات بود، نمیتونم اینو تشخیص بدم. بعد یا حالتی از درونم مثلا با هم صحبت می کردن که رهاش کن، این وقت رفتنشه، اصلا دیگه باهاش کار نکن، ولی من ادامه دادم، حتی تا یه رو 20 دقیقه کار کردم. سوالی که ازتون داشتم، حد اکثر کاری که میشه واسه اینجور کیس انجام داد چیه؟
چون من خیلی برام پیش اومده یه چنین اتفاقی. بله ببینید، بله از یه چیز دیگه هم هست که از یعنی شاید بیمار مورد اولی که کار کردم نیم ساعت از فوتش گذشته بود، اینم 40 دقیقه نیم ساعت از فوتش گذشته بود. بله ببینید، ما اگر در بتونیم با این کیس ها که برخورد کردیم یه چیز حدود 10 دقیقه یه رو کار کنیم، اگر بتونیم کار بکنیم 10 دقیقه یه رو بتونیم از همه نقطه نظری کاملا کار بکنیم، این دیگه میتونه خیالمون راحت باشه که در واقع نشون داده بشه. علائمی که نشون داده میشه چیه؟ علائم حیاتی که نشون داده میشه، چون اصلا آدم دچار دوگانگی میشه که چیه، اصلا برمیگرده نشونش چیه، به چه شکله، من چجوری باید بفهمم که اصلا میتونه برگرده یا برگشته حتی. ببینید بحث علائم حیات بحث ضربانه، یعنی چه چیزه اصلا؟ نه نه اینه که چه شما که نمیخوای که اون چیزا رو برحال به محض اینکه شوکی چیزی وارد بشه، خب معمولا ممکنه با یه شوک همراه باشه اتفاقی که بیفته رو اقمایی ها رو این چیزا، مثل همین که اینجا یه رفعه میبینه که یه شوکی، حالا این در حدی بوده که اصلا این جرانات مغزیش زنده بوده میدونم، اما ببینید فصل مشترکشون مشترک فصل مشترکشون یا وجه مشترک اینه که جفتشون شوک رو یه شوکی بر فرق نمیکنه چه این چه اون، بحث برگشت با یه شوک همراه هست عمدتا هم. میتونه با یه شوک هست. خب اگر که اینجوری فرض کنیم و دیگه کارم لازم نیست بکنم، ولی ببینید توجه بفرمایید، شما این کاری رو که میکنید خب معلومه اون که الان اگه واکنشی داشت که نمیگفتن که مرده، خب بنابراین اون واکنشی نداره، ولی ما کار میکنیم تا یه واکنش بگیریم، تا یه تکونی ضربانی چیزی حالتی ایجاد بشه که هر حالتی ایجاد بشه حتما ضربان قلب، خب مثلا اگه در چشمش باز بشه نمیتونه قلبش دوباره چشمش باز بشه، یه مثلا بعد چشمش بسته است اگه یاد بگیرم هر دقش حرکت بکنه نمیتونه، حتما قلبش هم به کار افتاده. استاد من دایی یه لحظه اجازه میدین، من دایی مادرم رو وقتی روش کار کردن تو منزل فوت کرده بودن. من اجازه بدین مسئله کاری رو که شما دارید میکنید داره موردی است که پزشک میگه تمام، خب تمام شروع میکنه جواز دفنش هم نوشتن، یعنی قلب ایست قلب و تمام، اینو ما داریم میگیم. اگر یه کسی هنوز معلوم نیست مرده نه مرده، ضربان قلب میزنه نمیزنه اون که نه، ما داریم مورد رو میگیم که ایست قلبی محرزه، اینو دارن ایشون صحبت میکنن. شما اس ام اس فرستادن شاگردم کلا جوابش رو بله همین اس ام اس فرستادم ما حالت شده، یعنی اصلا اون از اورژانس اومده بودن تعجب می‌کردن که این چطور زنده شد. این مورد ببخشید این مریض بعد از 24 ساعت زنده میشن، بعد از 48 ساعت زنده میشن اصلا. بعد از 200 دوره قد برگرده. ببینید اجازه بدین اینجا میدونی چه مسئله پیش میاد؟ شما خراب میشه. نه ببینید کسانی که کار فرادرمانی هستن وقتی بخواهم این چیزا تشریف بذارن اون مسئله درمانگری بسیار میشه. ببینید صحبت سر اینه که بس بعد از 48 ساعتون به چیز زنده میشه دیگه، درسته؟ نه ازه 48 ساعت اون روز تو خیابون شریعتی بیمارستان شریعتی آمار این بیماران سکته قلبی استاد هست، یعنی دو روز تو سردخونه بود بعد در رو باز کرد ایشون زنده شد، بعد دوباره که باز سکته کرد مریض خودمون بود توی سی سی او، دوباره باز مریضی داشتیم که 24 ساعت بود. دوباره این مسئله جهانی است.
دنیا با این مسئله رو در رو هم. خب برای همون میگن سکت قلبی ها رو اگر میتونی تا 24 ساعت نگه داریم، چون امکان برگشت اینا ممکنه باشه. یکی دیگه هم 2-3 سال پیش تو بیمارستان ایران مهر بود که باز نگرش داشتن، 4 غروب این آقا برگشت. این چیزایی که تو علم پزشکی اتفاق میفته. یک موضوع هست ولی اگر یک موضوع هست خب حالا دو تا به وضعیت پیش میاد، ما به یه مرده بر میخوریم، کار بکنیم یا کار نکنیم، این یه سوال، کار بکنیم یا کار نکنیم. مرده ایست قلبی حالا اگر کردیم، خب شما میگه که خب نه، اینکه مرده برای 24 ساعت هم زنده میشه، برای 48 ساعت هم زنده میشه، خب اینو چی کارش کنیم؟ یعنی اگر این کار انجام بشه هر کی بیاد میگه نه خب این اصلا این که چیز عادی، مرده برای 24 ساعت زنده میشه، اینو چیکار کنیم ما؟ میدونید ما میدونیم به علت اینه که برگشت میشه ما میگیم باید کار کنیم، به علت اینه که ما این اعتقاد رو داریم که مرگ قطعی، تعریف مرگ قطعی رو داریم. خب گفتیم مرگ قطعی اینه، به این علت ما کار میکنیم. خب اما به اصطلاح اگر برگشت صورت بگیره، خب چند درصد احتمال داره خودش همینجوری به خودی خود برمیگشته؟ چند درصد؟ اینو آمار میگیریم آمار کسایی که زنده شدن با آمار کسانی که مردن، خب آمار میگیریم، اون وقت از این طریق میبینیم که نه این یه احتمال بسیار کمی، بنابراین کاری که ما باید بکنیم کماکان ارزش خودشو داره، ولی از نظر جامعه پزشکی اگر همچی کاری بشه آخری به قبولش نمی کنم. میگن این از این اتفاقات زیاد افتاده، زیاد میفته، ولی چیز ثابت کننده‌ای نداریم. بله دقیقا همینطوریه. ما موارد بسیار زیادی اتفاق افتاده که همونجا منتها بودیم، ببخشید استاد، همونجا بودیم، یعنی واقعا قد ضربان نداشته ولی کار شده برگشته، پیش اومده در موارد مختلفی که همونجا حالا روی کیس های مختلفی پیش اومده. خب میخواستیم یه ارتباط هم برقرار بکنیم. این سوال من بفرمایید شما. من وادی سرگردانی، حالا اگر شما اجازه بدید من صحبت کنم، میگم مربوط به وادی سرگردانی و حیرانیه، یعنی اصلا از این مقوله جداست، اگه میخوام اجازه بدید. بله خب معمولا هم اینجوری میشه که جدا میشیم. بحث اینجاست که تا ما وادی سرگشتگی، اینو جنبندی رو کردیم که وادی سرگشتگی و حیرانی رو دوستا تو این وادی که خب قرار میگیریم همه چیز تعریفش رو از دست میده، هیچ چیز معنی نداره، یعنی خود اون خدایی که ما همیشه ازش یه تصوری داشتیم اون دیگه وقتی معنیش رو از دست بده وای به حال چیزای پایین تر، هیچ لذتی نیست در حالی که هست. بعد استاد خب توی این وادی با اتصال اون ذهن بی ذهنی، من سوالم این بود، یعنی منتظر بودم که ببینم بچه‌ها این سوال رو میکنن منم ادامه این سوال بکنم که نشد، میخواستم اینم خب وقتی ما تو اون ذهن بی ذهنی اون اتصال رو میگیریم واقعا به درک این میرسیم که خود من خدام، یعنی هم هستم و هم نیستم. ببینید سلام فرمودین که این چه خب موضوع انالحق، اینا هم مقدمه انالحقه، اینا مقدماتی است که تا زمانی که ما تصور از خدا داریم به انالحق پی نمیبریم، یعنی همش معطوف این به یه جاهایی که اون جایی وجود نداره. بعد چیز دیگه ای هم که خالی درکی بود کتابیابی که یک لحظه ای مبینش. خیلی خوب، بنابراین تا زمانی که دوم میگردی این بر اومد جا و اینا بیرون از خودت هم داری نگاه میکنی، خب در واقع همچین چیزی نیست، همچین جایی وجود نداره. خب بعد استاد درکی که بود توی این قضیه، این در واقع تصور آنچه اندیشی پذیرای فناز، آنچه در اندیشه ناید آن خدا. ما الان داریم به چیزی نزدیک میشیم که به اندیشه نمیاد. خب ببینید یه معماست، یه پارادوکسه، یه معماست. ببینید توجه بکنید، اون چی که به اندیشه نمیاد اون خداست، حالا پیداش کنید. بنابراین یه چیزی که بود، بنابراین تصور از خدا غلطه.
ما نمیتونیم تصوری از او داشته باشیم. ما داریم چیکار میکنیم؟ همینا رو به هم میریزیم. یعنی در واقع ذهن بیزنی تصور ما رو از خدا چیکار میکنه؟ میاد به هم میزنه. خب میخواهی کتاب بدانی یک لحظه مدانش. یعنی چی؟ یعنی اون تصورات رو بذار کنار و اون جایی هم که همش دنبالش میگشتیم اونم بذار کنار، همه رو بذار کنار. خب و دوستا درکی که بود این بود که خب 29 سال من میگفتم اشهد ان لا اله الا الله و واقعا خط بطلانی کشیده شد و شاید بگم 10 روز من شدم موحدی که خدایی که گواهی میدم اون خدایی نیست که وراثتی به هم رسیده بود. و این دیگه بدترین سرگشتگی من فکر کنم اینه، اصلا نمیدونم بندم خدام خب باشم نباشم دیگه. برم درسته. خب نسبت اجازه بدید آخه جنبندی بکنیم، چون این جنبندی نمی کنیم همچین میره. بله ببینید در واقع ما یه ساختمان ذهنی داشتیم که در این ذهن تصوراتی داشتیم از همه چیز، از خودمون، از خدا، از هستی. در واقع به دو صورت این ذهن به هم ریخته شد. یه ذهنی است که هم هست هم نیست، هم در واقع در صحبت و استدلال و این حرفامون، هم در ارتباطی که اون مسئله رو که دنبالش هستیم برامون چیکار کرد، برامون پیاده کرد، پیاده میکنه. موضوع سر اینجاست که قرار ما به یک ذهنی برسیم که در اون تمام تعریفاتی که داریم به هم ریخته بشه. این یکی از مفاهیم بمیرید قبل از موت، یکی از اون مفاهیمه که در واقع ما تمام اون داشتهای خودمون رو یه بار با دست خودمون گذاشتیم توی یه قبر رو خاک ریختیم روش، همه رو چیکار کردیم؟ دفنش کردیم. حالا از روز از نو، روزی از نو ذهنی هست که هم هست هم نیست. ببخشید استاد، ما یه هستیم که هم خداییم هم نیستیم، هم آدمیم هم چی هستیم، هم هیچیم هم و هم موساییم هم فرعونیم. هم حالا از دل این قضیه قراره که ماجراهای شکل بگیره که مفاهیم انالحق چی بشه؟ مفاهیم انالحق، مفاهیمی که هم ما بالاییم هم پایینیم، هم اینجاییم هم اونجاییم. اون چیزایی که با هم صحبت کردیم، قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس، قراره اینا تازه تثبیت بشه، یه جایگاهی پیدا بکنه که دیگه بشه جزء نهادی وجودمون. و حالا با این دید بریم جلو، با این دید بریم جلو که خلاصه با این چارچوب ها یه بار به همه چی نگاه کنیم یا به چیزهای جدیدی که بهش بر میخوریم نگاه بکنیم. الان برای ما درون و بیرون از بین رفت، نمیدونم بالا و پایین، نمیدونم خیلی مفاهیم دیگه، خدای آسمان ها، نمیدونم از اینجور چیزها، مفاهیم از بین رفت و داریم با خدای سر و کار پیدا میکنیم که همه جا هست و هیچ جا نیست. عالم همه جا جلوگه شاهد غیبی است، او را نتوان گفت کجا هست و کجا نیست. بفرمایید. ببخشید استاد، من فکر کنم این مطلبی که میخوام بگم به دوستان به همه کمک کنه. عرضم به حضورتون که توی بعضی از فرقه ها و دراویش به یه جایی میرسن که روحشون از بدنشون میتونن جدا کنن، یعنی همون که شما میفرمایید یک بار بمیریم و اینو لمسش بکنیم. میخواستم ببینم ما تو این کلاس ها جایی رو داریم که پرواز روحی هم داشته باشیم و اینو بتونیم حسش بکنیم. یه لحظه این موت قبل از این مرگ قبل از موت بله خب این مرگ قبل از موت معرفتی است. خب یک انقلاب رنسانس وجودی است. جنبه یه چیز نداره که روح از بدن خارج کنی. روح از بدن خارج کنی که نمردی که. خب خیلی ها روح از بدن خارج میکنن، میرن تجسس میکنن، برمیگردن ولی متحولی نشدن.
این یک مسئله معرفتیه، یه مسئله نیست که خیلی ها رو و بدن، حالا البته منظور رو همون کاربود ذهنیه، کاربود ذهنی رو خارج میکنن. نه تو این کلاس ها ما هم این کار انجام میدیم، تو این دوره ما این کار انجام میدیم که چی؟ که روح و بدن پرواز بدیم. اصلا این مسئله برای ما جنبه کار آنچنانی نداره. چرا؟ چون خروج کاربود ذهنی عمدتا در مورد افرادی که انجام شده، چون به دو صورته. ببینید، اجازه بدین بمیرید قبل از اون اصلا فیزیکال نیست، فیزیکی نیست که ما به اختیارمون بمیریم دوباره زنده بشیم. این معرفتیه، یعنی مردن از نظر داشته های ذهنی، مردن از نظر داشته های ذهنی نه فیزیکال. ما همونیم که مردیم. خب بحث خروج کاربود ذهنی به دو صورت، بدون اختیار و با اختیار. خروج کاربود ذهنی دو صورت، بدون اختیار و با اختیار صورت میگیره. با اختیارش به عمدتاً به منزله تجسس مورد استفاده قرار گرفته. یعنی حالا اگرم اولش هم منظورشی نبوده، ولی بعداً شده ابزار تجسس، یعنی خارج کنه چیزی رویت کنه. خیلی ها این مسئله دارن. بحث بدون اختیار به منزله به حالا یه رویتی است که هوشمندی صلاح بدونه. قبلا خیلی سالا قبل براتون توضیح دادم که به منزله این مسائل از این قضیه استفاده میشد. خب مثل همون یادتونه گفتیم که نمیدونم شیخ بهایی اینجوری کرد، بعد گفت که خب حالا اگر که به شیخ حسن گفت اگر به جایی رسیدی ما رو فراموش نکن. اون یه دفعه خودش رو اپای بساط کشزابی یه دفعه دید که سلطانی شده و داره میاد توی چی؟ توی رویا، توی یه چیزی که نمیدونیم واقعا چه اتفاقی افتاده. و این کارا رو که ما دنبال کردیم، تقریبا خیلی از عزیزان در اون سالها این شد سرگرمی و به اصطلاح چیز میکردن که بیا برو سفر، و این شد یه سرگرمی و انحراف بسیار بزرگی، طوری که یه تعدادی از دوستان رو هم به همین سبب از دست دادیم، چون دیگه خطا جدا شد، انحراف پیش اومد و مسائلی از این قبیل رخ داد، شد سرگرمی و باعث در واقع یه شعبد بازی و شومنشیپی و نمیدونم چی و از این ماجراها. لذا ما اینو که دورشو خط کشیدیم، این یکی هم که اصلا اسباب تجسسه، یعنی چیز به عنوان یه کاری در جهت تجسس و به اصطلاح در عرفان قدرت بیشتر ازش استفاده میکنند و اینا. البته اشاره کردن چایا یخ کرد. خب پس یک روب زنگ تفریح رو داشته باشیم بعداً. چه ربطی به تجسس مثبت دوی که برای من نوشتین داره؟ آخه بعد از اینکه برای شما تو لیستم اضافه، اسم شما رو تو لیستم اضافه کردم، یه اتفاقی آخه من دادم فکر نکنم آلوده باشم. اسم من رو تو لیست ها ببینید، البته دستتون درد نکنه، ارتباطی با اون نداره، پس مرسی. بله دستتون درد نکنه، کار خوبی کردین. ولی یه مطلبی هست که این شاید اصلا ربطی بونه، یعنی شما این هم وارد میکردید زمانش بوده که این خروج انجام میشه بشه شده، حالا اتفاقا مصادف شده با اینکه شما مثل ما رو توریزم.
ولی این گزارش دنبالش جد که دیگه همه دست جونه هم نکنه. خیلی ممنون، خیلی ممنون. بله آخه این بله، حالا این کار رو بکنید، چون من خودم برای خودم کار نمی کنم، لذا حالا شما هر کاری برای ما بکنید دستتون درد نکنه، ولی من برای خودم کار نمی کنم. اینه که جان خب بله بکنید، اشکال نداره، اشکال نداره. خب آخه دستش گسته لاغر، دست سالمه تو بیار بالا. بله البته اون دستتون میاریم بالا قابل ترحم میشین. خب ولی اون یکی دستتون میاریم بالا خودتون راحت داریم. خب بله بله بله، اون رو روشن کنید. بله حتما این کار رو بکنید، خیلی ممنون. بله سپاسگزار میشیم و هر کاری به هر حال هر زمانی برای ما انجام بدین خیلی ممنون میشیم، سپاسگزار میشیم. ما بیرون ریزی هامونو انجام دادیم خب، ولی بازم کار بکنید. بله بازم کار بکنید، خیلی خوبه، دستون درد نکنه. خب ببینید یک مسئله کلی هست که یه مسئله کلی در دنیا عرفان هست، البته این از ابتدا هم خود راجبش صحبت کردیم، ولی لازم فقط گوش بدیم هم برامون، یعنی مطلب رو فقط بدونیم. میگه نبندی زانبیان ترفی کمروار، اگر خود را ببینی در میانه. خب حالا یه جایی میاییم و بیرون ریزی هامون هم تموم میکنیم و مسائل هم بالاخره اینجوری ها نیست و از اون به بعد وارد یه قضیه جدیدی میشیم، یعنی قرار نیست که همیشه این بیرون ریزی ها باشه و ما حملات پشت سر گذاشتیم، نمیدونم بیرون ریزی داشتیم، حالا نمیدونیم هم که بگیم نخواهیم داشت، نمیدونم، ولی یک قاعده و قاعده هایی هست که به طور کلی در دنیای عرفان میگه تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی، یک نکته بگویم خود را مبین که رستی. اما خب حالا ما انتظار نداریم، دور یک اگه خاطرتون باشه میگفتیم بیشتر برای دیگران کار بکنید، خب برای خودتون هم کار بکنید ولی دیگران اولویت داشتن. خب حالا به هر حال اما از این هم گذشته یه جایی میایم که دیگه در واقع موضوع به یه شکلهای خاصی در میاد، به یک مسائل خاصی در میاد که حمله به اون صورت نیست، یعنی آرومه. ببینید یه هواپیما وقتی که میخواد بیاد از صورت صوت بگذره، این به اصطلاح اگه مقطع بالش باشه تمام امواج در لبه هم به اصطلاح حمله بال با یه رنگ دیگه بکشیم، اینا اینجا رو همدیگه متمرکز میشن و اینجاها و اینجاها اینا رو هم متمرکز میشن، ولی به معنی اینکه اینو پشت سر گذاشت اینا دیگه جا میمونه و دیگه در اونجا نه صدایی نه موجی و ولی در این لحظه اینجا حالت مشکوبیدن، حالت شکوه و چیزهایی رو اینجا ایجاد میشه و وضعیت خاصیه. اما به معنی اینکه اینو عبور ازش یه مقدار انرژی بیشتری لازمه عبور کرد، دیگه اینجا خبری از اون چیزا همین اونها رو پشت سر میذاره. خود چی کار کنیم؟ بس همینه که تا این چیزا بریزه بیرون، مشکل همینه که یه مقدار این قضایا حالا واقعا هم خب در بعضی از مواردم کیس ها اینقدر تعجب انگیزه، چقدر این اون تو جمع شده، آخه مگه چی شده، توجه میکنید مگه چی شده، چقدر ارث اومده، چقدر چی اومده، چقدر چی شده، مگه واقعا تعجب انگیزه، حیرت انگیزه.
البته حملاتی رو که من خودم پشت سر گذاشتم، تمام این چیزه رو که دارید مشاهده میکنید، اینا هیچ کدومش در واقع چیزی نیست. من بعد به اون خیلی عادی نگاه میکنم، دوستان چیز میکنن که فرض کنیم برای اون بیتفاوته، مثلا ممکنه اینجوری باشه یا خیلی عادی شده. عادی شده، ولی واقعیتش اینه که همه هنوز هیچ کدوم از اینا هنوز اون شدتی رو که وجود داشته من خودم تجربه کردم، هنوز هیچ کدوم از این چیزا نیست. خانم ها خیلی میزان آلودگی هاشون خیلی بیشتر. مثلا اگر آمار بگیریم، وقتی مثلا بریم مزار، مثلا یه مراسم تشییع جنازه بریم برگردیم، آمار اگه بگیریم واکنش احساسی خانم ها خیلی 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 بیشتر از آقایون بودن. سنگدل شدیم. حالا آخه این بحث سنگدلی نیست اصلا. ببینید آخه سنگدل که ببینید بحث واکنش احساسی، بحث واکنش احساسی با مدیریت بحران، مدیریت انرژی ذهنی، و نمیدونم مسائل فاز مثبت و منفی، اینها در واقع تعیین کننده این چیزا. حالا اگر یک کسی مدیریت بحران داره، اگر یک کسی نمیدونم بحث رعایت فاز مثبت و منفی رو داره، مدیریت انرژی ذهنی داره، دلیل بر سنگدلیش نیست. خب سنگدل یک معنی دیگه میده. سنگدل یک مفهومی داره که در واقع روانش یه طرف است. خب و البته اون سالمه ها، اون سالم سالمتر میمونه. یکی میگن ظالم سالم به دلیل اینکه یه ظالم واکنش احساسی نداره. یه فازی هست واسطه دلش نمیسوزه، نمیدونم چیز نمیشه، خلاصه همین هم باعث چی میشه؟ باعث میبینه که اونو میبینه که سالمه. بله نه اصلا اون یه فاز ثابتی رو برای خودش چیز کرده، جلو چشش هر اتفاقی بیفته اون اصلا تکون نمیخوره، براش از یه نقطه نظر دیگه اهمیت نداره. سر صد نفر جلوش ببرن اون اصلا فاز منفی هم نمیاد. اما شما اگه یه دست یکی یه ذره خون بیاد فورا احساس آی داد بای. خب این فرقشه دیگه. چیز کردیم دیگه، بیمار MSC از نظر ما واکنش احساسی شدید نشون میده، یعنی خیلی زود رنج، خیلی رمانتیک، خیلی حساس، خیلی چیز نشون میده، بنابراین صدمه هم بیشتر میخوره، لطمه بیشتر میخوره از این نقطه نظره. و این نرم افزارا کوره، سرش نمیشه که سنگ دله یا نمیدونم چیه. میگه نیومد باز منفی، این امتیاز. خب میده امتیازشون میده. حالا اون از یه جای دیگه ای عقب میمونه، ولی از نقطه نظر سلامتی سالمتره. کاربرد این قضیه توضیح دادیم که برای خودمون، برای اینه که جریان های انرژی مختلف رو در بدن چیکار میکنه، راه میندازه و راه افتادن این جریان و روان شدنش، جاری شدنش دوباره نقش پیدا میکنه در کالبد، به اصطلاح حاله ها، چاکراها، نادی ها، نمیدونم چیزای مختلف، در همه چی اینا تاثیر به جا میگذاره. بله تنظیمی رو میکنه جان. برای خودمون این، بله برای خودمون. ببینید حتما اصلا در اینجا بحث حتما نیست. ما یه ارتباط میگیریم، در این ارتباط یه جوری به اصطلاح هدایت میشیم، یه هدایتی توش هست. خب هدایتی که توش هست اینه که این حالا اگه ما میچرخیم خودمون نچرخیدیم که. خب خودتونم این صحیح قضیه است. ببینید وقتی دست ما نیست
اگه دست ما بود میگفتیم که بچرخیم یا نچرخیم، ولی اگر دست ما نباشه دیگه دست ما نیست، دیگه نمیتونیم بگیم صحیحه یا صحیح نیست. چیزی که دست ما نیست میتونیم بگیم صحیحه یا صحیح نیست. خب توی این ارتباط ما قرار میگیریم یه دفعه اینو که داریم میچرخیم، دست ما هم نیست، حتی کنترل هم هست و به شکلی این مسئله از دست ما خارجه. در این صورت نمیتونیم بگیم این شکل صحیحه یا صحیحه. این ارتباط خونه یک این چرخش انجام شد درمانگریش، یعنی نه، یعنی اینه که ما در این ارتباط، این ارتباط داره یک کاری روی ما انجام میده. خب یعنی حالا به هر حال ما حد ثابت هم که باشیم یه جریان عبور میکنه، میگردیم یه جوره، معلومه که این داره روی ما یه کاری انجام میده. حالا چه کاری؟ بالاخره یه کاری. اما بحث استفاده از، توجه بفرمایید، استفاده از ارتباطش ربطی به رقصش نداره. یعنی شما وقتی که میخواید کسی رو کانال بشید برای کسی، خب دستون رو مثلا گذاشتید رو سرش، دستشو گرفتیم، این از این دست داره جریانی میاد چرخش میکنه، شما میشید یک کانال که این هوشمندی از شما به ایشون انتقال پیدا کنه، جاری بشه. خب حالا دیگه لازم نیست که ما اینجا پیش نمیاد معمولا هم که حالا ما شروع کنیم به چیز کردن و اینا. خب کار روی اون بعد این تو باشه، اون حالش خوب میشه. خب بعد زنگ میزنه میگه که بیای خورده دیگه هم برام برقص، من اون دفعه حالم خیلی خوب شد. خب بعد فقط مال خودتونه، این ارتباط فقط مال خودتونه، حفاظشو دارید، مال خودتونه. خب اگر چیزی برای دیگران باشه یا یه بخشش مال دیگران باشه حتما خدمتتون میگیم. مثل همینه که میگیم از این ارتباط میتونید چیکار کنید، استفاده بکنید، توجه میکنید. اما اگر قرار باشه ما چیز کنیم و نمیدونم اینا، اولا ارتباطمون اون چیزو که قرار داشتیم روش کار میکردیم قطع میشه دیگه، آره، مگه اینکه دور سر اون بچرخیم. چی رو؟ البته اینکه میگه دورت بگردم، شاید اصلش اینم یه چیزی بوده، شاید اینم اینطوری بوده، نمیتونیم شاید. بله، اینا همش مال خودمونه. بله، اصولا این دوره ارتباطات همش مال خودمونه. البته تا حالا گزارشی نداشتیم که اتفاقی افتاده باشه، گزارشی نداریم، ولی ما باز توصیه میکنیم که یک جای این ارتباط رو بگیریم که دوروبرمون خالی باشه، بالاخره یه جوری باشه که اگه از زمین خوردیم نمیدونیم. ما تا حالا گزارشی نداشتیم. زمین خوردیم توی سرکات که داشتم دنیا میگرفتم حساب خودش بود. بله، حالا بالاخره این احتیاطای لازم رو داشته باشیم که اگر اینطوری شد، خب اگر اینطوری شد حالا بالاخره شیشه نباشه، چیزی نباشه، تا نمیدونیم. بله بفرمایید. دو هفته پیش من حاضر شدم که برم خونه دخترم اینا، بعد تو خیابون یهو دیدم همه چی عوض شد، همه چیز عوض شد، یعنی به صورت یه مود شد، در و دیوار و ماشینا. بعد به دور که نگاه میکردم سراب بود، به طوری واقعی بود که من دستم رو داخل آبربان که تجارت کردم دستم وارد اون دستگاه شد. بله، یعنی شکر زده شدم تا 20 دقیقه اصلا حالم سر جاش نبود. بعد اصلا همه چی سراب بود. دستتون به پولام رسید؟ سراب بودا، همه چی سراب بود. شده یه فرصت ازدست نگیرم. یعنی که به پولم بزن پولم خواهیم. نه، چون بخواستم فرمون چه مسئله این؟ بعد هی به همی گفتن که دنیا سرابه، مجازه، هیچ چیزی نیست که به خاطر اون بخوایی غم و غصه بکنی یا تو فاز معمول. بله خب دیگه اون فاز بود مجازش اینجا باز شده و شما ما فرصت استفاده نکردید.
حالا انشالله دفعه بعدی. خب حالا ببینید یه تجاربی پیش میاد که این تجارب میخواد در واقع فاز مجاز رو نشون بده، فازی رو نشون بده که چه چیزایی در واقع ما با چی سر و کار داریم. این درسه، اینا درسه و قرار ما از اون درس در واقع فرد چون برای ایشون، ایشون که برای ما تعریف میکنه، خب یک گزارشه، خودشون درک کردن، درک و نمیشه انتقال داد. خب بنابراین ایشون درس رو بهش دادن که خب به این صورته که ما وجود نداریم و مجازیم و در تحت یه شرایطی، تحت یه شرایطی میتونه این در واقع امواج به گونه ای با هم عبور کنه و ببینید که اصلا مجازه و به دنبال اون ایشون رو به یه درکی برسونن. خب اما اصولا جریاناتی اصلا دنبال اینه که از دیوار عبور بکنه، اصلا نمیدونم فرض کنید نامرئی بشه، اصلا به یه شکلای از این ماجرا چیکار بکنه، به این ماجرا وارد بشه. این ماجرا به خودی خود کمال نیست، همونطوری که گفتیم این به خودی خود کمال نیست، ولی یه لحظهش فقط درس میتونه باشه، یه چیزی رو به ما نشون بدن، ما ببینیم که بله مجاز که میگیم هستیم یعنی چی، ولی به خودی خود به کارمون نمیاد چون ما رو از واقعیت چیکار میکنه، جدا میکنه. وقتی از واقعیت جدا کرد اون وقت مسائل دیگه اتفاق میفته و به خودی خود کمال نیست. یعنی یه نفر از دیوار رد بشه دلیل این نیست که حالا اگر ازش سوال بکنیم چیزی بلد باشه و خلاصه میشه حل با دیگه. آدم خوشش میاد از این عبور میکنه، از این آبر بانک از این چیز و این روند حرکت رو به هم میزنه و آخر عاقبت هم در جهت کمال به خودی خود به کارمون نمیاد، یعنی چیزی به ما اضافه نخواهد کرد. ولی یه این صحنه مجاز رو به اصطلاح به ما میفهمونه که چی هست. ببینید چرا گفتیم که ببینید اینجا بحث یک لحظه، من الان همین توضیح رو دادم، گفتم یک لحظهش میتونه درس باشه که مجازیم، اما اگه قرار شد تداوم پیدا بکنین ماجراهای زیادی توش قرار داره، توش هست. خب من همین توضیح رو دادم خدمتتون، گفتم یه لحظه درسه ولی اگه قرار باشه که نمیدونم دیگه تداوم پیدا بکنه، خب یک ماجراهای دیگه میشه. من خودم کلا به این دنیا خیلی وابسته یک لحظه فقط نشون دادن که ارزشش بله میگم دیگه در واقع در یک چیزش خب جانم جان ارتباطو بریم، بیا ارتباط بریم. خیلی ممنون، متشکر. ببینید اونجا، ببینید شما الان ببینید که اصلا در اونجا همچین ارتباطی پیش نمی اومد، در حوزه پولاریتی چیزی پیش نمی اومد، اما الان اصلا اینجا تعداد حرکاتی که هست، هر کسی هم مخصوص به خودشه و تعداد چیزی که نوع جریانات اینا اصلا در اونجا نیست، اونجا فقط بین دو تا دسته، اینجا درونم اتفاق میفته.
الان چند نفر ارتباط ها متوجه شدن کلن؟ خب چند نفر درون هم متوجه شدن؟ حوزه پولاریتی درون شما چیزی نیست. پولاریتی مفهومش قطبیته، مثبت منفی. بین این مثبت و منفی حوزه پولاریتی قابل چیزه دیگه، درون چیزی نیست ولی در اینجا وجود داره. یه سوال دیگه اینی که چرا ما اتصال های مختلف رو خودمون باید بیایم واردش بشیم؟ خب اولا یک مسئله بود لزومه تعدد اتصالات که با هم چیکار کردیم؟ لزوم تعدد اتصالات رو با هم چیکار کردیم؟ اول زنگمون صحبت کردیم، درسته؟ گفتیم که این از راه های از زاویه های مختلفی وارد میشیم که اون خمیره چی بشه؟ در واقع با پیچ و تابای مختلف و از این بر اون بر این به ضخامت لازم اون خمیر نونه برسه، آماده پختن بشه. در غیر این صورت مغزش خام میمونه، بالاش میسوزه، یه جورایی به این صورت. و خیلی ها که از یک کانال وارد شدند مثلا فقط یه زاویه رو نگاه کردن به دوچار یه سوختگی شدن و یه جا خام شیدایی پیش اومده، نمیدونم چی پیش اومده، یه زاویه خیلی چیز شده، بقیه زوایا خام باقی مونده. پس این راجع به لزوم تعدد اتصالات. اما لزوم انتخاب چون ممکنه خب ما فکر کنیم ما یه ارتباط میگه نهایتا میریم هوشمندی، بعد اون خودش بگه خب الان اینو لازم داره بیاد توش، الان اونو لازم داره بریم توش. شما متوجه شدیم که این هوشمندی مثلا در بحث فرادرمانی اینطور نبود که هوشمندی میدونه الان کیا مریضن، نمیدونه؟ میدونه اما کاری میکنه؟ کاری نمیکنه. پس در یه جایی لازم بود که ما بیایم یه جوری اونو به کار بگیریم. حالا به کار گرفتیم، میخواد ببینه که ما چقدر نظر آگاهی میایم بالا، چقدر لزوم این پیچ و تاب رو احساس میکنیم تا متناسب سطح آگاهی ما برای ما چیکار بکنه؟ کار بکنه. این مقطعی نیست که بگیم تو بیا هر کاری من لازم دارم انجام بده. خب و مورد به مورد ما باید چیکار کنیم؟ تجربه بکنیم، به کار بگیریم. حالا تا بعدها ببینیم که ماجرا چی میشه. خب اما الان لازمه که جدا ما چیکار بکنیم؟ تجربه داشته باشیم، بدونیم که هر کدوم از اینا چه کاری انجام میده، چه جوریه، چی هست، آشنا بشیم. جانم در این اتصال من کسی که داشتم مخالفت شما فرده با دستا لحظه بسی شما بیم نیازی به این ندارم به دستا به این حالت کنم، فقط به حالت نیایش. بله چند برگه هر شیعه چشم من که کرونیزی نبود. بله و حس کنم هم شدم که بله دیگه. پس حالت یعنی خیلی غیرادی بود یا همون چیزی؟ نه دیگه ببینید همینه دیگه. حالا شما توی این مخروطه خب قرار نیست که نمیدونم ما به چیز خاصی این مخروطه رو بیاریمش. حالا شما از هر زاویه که نگاه کنی آخر قرار شما رو به یه همچی چیزی برسونه. قرار آخری ایه بودی هستی رو برای شما ترسیم کنه، جایگاه شما رو در هستی معلوم کنه، از یه بودی قرار یه کمکی به شما بکنه. حالا این زاویه به یه صورتی، از اون زاویه به یه صورت دیگه. درست شد؟ درسته؟ دقت میکنید؟ کاملا درسته. و حالا اگر بخوام گزارش بگیریم از دوستان متوجه میشن در کنار این جریان
یه جریان معرفتی هم ببینید اینا دست خودمونه دیگه، باید نداریم توی عرفان، باید نداریم، این دیگه دست خودتونه. اوقات بیکاری، فراغت، مال همین چیز هست. اتصالات گروهی هم که میشینیم میتونیم خودمون برخوردم اعلامش کنیم؟ اتصال گروهی مثل چی؟ مثل کجا؟ یه اکیبی هستیم تو محل کار که حالا بچه ها فرادرمانی با شما کار میکنن، حالا من دوره بالاتر از اون هستم. بعد یکی وارد بیمارستان میشه میبینه که همه دارن چرخ میزنن. یه تایمی از ساعت رو تعیین کردم تو اتاق من با هم فقط میشینیم تو اتصال. نه اون ارتباطای مثلا برای خودم تو اونا میتونم اینو اعلام کنم. حالا ببینید توی اونا نگیرین بهتره، چون عرض کردم اونا در صدد تقلید برمیان، تقلید کردن همونا، مورد حمله قرار گرفتن همونا. به همونجه با اونا به اصطلاح باید بیایم بالا. مثلا ببین ما خودمون تا یه ارتباطی عام نشه من خودم استفاده نمی‌کنم. خب تا یه ارتباطی سطح عام نشه من خودم اصلا استفاده نمی‌کنم. یعنی وقتی واقعا میگم ما با هم یکسان هستیم، یعنی که امکان نداره یه ارتباطی باشه که حالا بعداً قرار بیه رو استفاده بکنیم، حالا من از اون استفاده بکنم. بنابراین منطبق با حالا اون گروه، منطبق با اون گروه بالا بیایم که هم اونا به تقلید نیفتن و همینی که چیز دیگه هم پیش نیاد. حالا اگرم یکی وارد بشه یه دفعه نمیدونه شما در حال چیز قونی هستین، همون هم ارتباط باشین با هم چیز کنین خیلی بهتره. خیلی خوب امروز سعی کردیم بیشتر با سوالات شما جلو بریم. باز اگه سوال اساسی توی تا ارتباط بعدی که میخوایم برقرار کنیم یه سوال استراتژیکی میخوایم ما، سوال از اون بچیه چی رو هر چی شد بپرسم. بفرمایید. ببخشید استاد، توی کلاس شما من متوجه شدم مراحل عرفان نظری رو که به اصطلاح قبلا من مطالعه می‌کردم در این کلاس، یعنی این اشتیاقی که من بیشتر دارم به این کلاس اینه که مثلا شما میگین باید، یعنی عرفان نظری مثلا میگه باید تزکیه باشه، یکی از مراحل عرفان نظری دیگه. من مثلا با یکی از دوره‌ها مثل تیکای شخصیتی، مثل من معنوی اینا ارتباطش میدم، میبینم حقیقتا همون تزکیه رو عملی روی من انجام میده. حالا سوالم اینه که این مرحله مرگ پیش از مرگ، فنا، آیا از جانب این کلاس کمک میشه یا یه چیزیست که خودمون باید به دست بیاریم؟ ببینید مفهوم مرگ قبل از موت یک مفهوم معرفتی است، اصلا فیزیکال نیست. بعضیا اینو اومدن با خروج روح، بله، حالا کاربود ذهنی حتی تطابق دادن، هیچ ربطی به این مسئله نداره. افرادی هستن که کاربود ذهنشون رو خارج میکنن داخل میکنن، هیچ ربطی هم، هیچ همچین تحولی هم در اونا اتفاق نیفتاده. خب بس اینجاست که ما متحول بشیم، اون گلیم پوسیده رو از رو خودمون برداریم. منظور اینه اون افکار پوسیده گذشته رو بتونیم بذاریم کنار، افکار نوعی رو انتخاب کنیم، تفکر مدرنی داشته باشیم مطابق با روز که ضمناً منطبق هم هست، نه اینکه مثلا فرض کنیم بدعت باشه، نمیدونم، تطابق هم داره و معمولاً حق همیشه تطابق داره. فلسفه نگاش کنی، از دید فلسفه نگاه کنی درسته، از بعد علم نگاه کنی درسته، از بعد مذهب نگاه کنی درسته، از بعد عرفان نگاه کنی درسته. بنابراین موضوع سر اینا اینجاست که به اصطلاح اون سیستم فکری مال خودمون باشه. گفته بمیرید قبل از اون، یعنی که این چیزو خودت، حالا دیگه خودت مسئولیتشو قبول بکنی. من الان خیلی چیزا رو فردا اگه مثلا فرض کنید یقه منو بگیرم میگم به من چه؟ نسل قبلی اینا رو به ما گفت، میگن که میبایستی میرفتی تحقیق میکردی، اونا رو میذاشتی کنار، خودت میرفتی تحقیق میکردی. میتونم میشه گفت همچی چیزی یا نه؟ خب
به صرف اینکه نسل گذشته به ما گفته دلیل چیزی موجهی نیست، دلیل قانع کننده ای نیست، دلیل محکمه پسندی نیست. بنابراین در واقع همینی که پاش اون گلیم بنداز دور بمیرید قبل از موت، همین پیام ها بوده، احکام بوده، پیام ها بوده، احکام که خب دیگه ثابته، دزدی نکنید، جنگ نکنید، بسیار نکنید. این دیگه لازم نیست که هر روز یه پیامبری پاش بیاد دوباره بیاد بگه که یه پیام آوردم، بله چه دزدی نکنید، نمیدونم چی نکنید. خب اینو قبلا هم گفتن دیگه، این حرف جدیدی نیست. بنابراین احکام تموم شد. خب ربا نخورید، نمیدونم این کار اون کار اون کار، اینا تموم شد و بعد بحث پیام‌های معرفتی هم اومده. بمیرید قبل از موت. خب چجوری بمیریم؟ خب اینه دیگه، ما اضافه کاریه. خب تو عرفان، خب این تو احکام، توی پله عقل پیشنهاد رو داده بمیرید قبل از موت. خب وقتی میرید رو پله به اصطلاح تو پله کیفیت، اضافه کاریه، باید پیداش کنیم چجوری بمیریم قبل از مردن، چجوری بمیریم. این میشه اضافه کاری دیگه. ماجرا اینجا توضیح نداره به اون صورت. بشه دین ما یه قسمت شریعته که یعنی در واقع ما رو ما بر اساس به روی شریعت باید بیاییم خودمون رو ملزم بکنیم به انجام یک سری احکام، حالا از جمله فروغ در گفتن این چیزا و حتی توی نماز ایستادن و شاید روزه گرفتن که اینا یه سری ریاضته تا ما آماده بشیم برای پذیرفتن در واقع طریقت و همان انالحق. من تا زمانی که این بستر رو برای خودم آماده نکرده باشم، یعنی تا زمانی که منیت من هنوز روه، تا زمانی که نمیدونم من هنوز غیبت همون میکنم، اصلا به احکام شرعی خودم یعنی در واقع عمل نمیکنم، هیچ وقت نمیتونم بیام یک خدایی رو قبول بکنم که مثلا من خدای من خدا هستم. من کی هستم؟ من وقتی خودم هنوز اصلا موضوع اینجوری نیست. اصلا موضوع اینجوری نیست که من بیام بگم من خدا هستم. اصلا این ببینید نه ببینید اینطوری نیست. اصلا اینطوری نیست مسائل. ببینید مسائل اینطوری نیست. این کمیت و کیفیت اینا داره با هم جلو میاد، جدا از هم نیست. اینا داره با هم دارن با هم چیکار میکنن؟ جلو میان. تا شما کیفیت رو درک نکنید نمیتونید غیبت نکنید. این میشه پارادوکسی. خب اونجا توصیه کرده تا شما توجیه نشید چرا نباید غیبت کنید، محال ممکنه، غیر ممکنه که دست از غیبت بردارید. تا شما به درک تن واحد نرسید نمیتونید ظلم نکنید. توجه کردین؟ و تا انالحق رو متوجه نشید بس نیست که من خودم بعد اون میگن خود تو خدایی، یه خورشید خلق کن، وقت من چی جواب بدم؟ این خدایی که میگیم ما هستیم منظور اون نیست. منظور ما یک تاییم، من یک تجلی هستم در اینجا که بند کفش خودم هم به زور میبندم. خب اما من با او ما یکتاییم، ولی این تجلی که اینجا افتاده در این سرد توانایی منظوری نیست که ما خداییم الان اینجوری میکنیم خورشید خلق میکنیم اونجوری کنیم چیکار میکنیم. منظور این است که ما هم از اوییم، انا لله. خب و یکتایی و بحث تن واحده و اینها رو ما بحث تو بحث کیفیت و بحث همین موضوعه که باعث سوء تفاهم در دنیای شیعه به اصطلاح شریعت میشه که تو خدایی پخو خلق کن. خب به عیسی مسیح علیه السلام میگفتن مگه نمیگی من پسر خدام، پسر خدا؟ خب نمیدونم بگو بابات نجاتت بده، پسر خدا و چرا خود. منظور این نیست. منظور اون در ما در عرفان خدا میگیم دوست،
اونجا میگفت پسر ما پسری ما فرزندانیم، فرزندان فرزندان منظور رابطه است، نه اینه که خدا من ازدواج کرده بعد حالا فرزندانی به دنیا آورده، منظورهای معرفتیه و مثل همون که ما میگیم دوست. خب بنابراین اینجا یک پارادوکسه، اخلاق در عرفان ماجراش اینطوریه، این اخلاق در احکام بگیم یا در مذهب، اینجا توصیه است، توصیه ها، اینجا ادراکاته. چرا؟ اینجا دستوره، اینجا چرایی، چرا؟ دقت می‌فرمایید؟ لذا ما میتونیم اینا رو تقسیم کنیم، حجاب در احکام، حجاب در عرفان، اخلاق. خب بعد میبینیم که اینجا چون پند و نصیحت نداریم، اینجا پند و نصیحت داریم، پند و نصیحت در اینجا چون نداریم چیکار باید بکنیم، چجوری باید عمل بکنیم؟ این میشه ماجرا، اینه که باید ادراک بکنیم، درک بکنیم. وقتی درک کردیم اون وقت مقام صالح هم صالح پیش میاد، لذا دیگه شما ظلم نمی کنید. وقتی ظلم نکردین استاد، نقش پیامبر این بوده که اومده چیکار کرده؟ مجموع قوانین بشری رو چیکار کرده؟ ارائه کرده و حالا مطالبی رو ارائه کرده که کشف رمزش کنیم کیفیت رو توش داره، ظاهر، یه ظاهر داره یه باطن داره و به اصطلاح یه چیزایی رو به ما داده و ما باید از توی اون باطنش هم در بیاریم که اضافه کاریش هم معلوم کنیم، احکامش هم که معلومه. پس یه بُعد ظاهری داره، یه بُعد احکام داره، یه بُعد کشف رمز داره. مثلا این که ربا نخورین دیگه کشف رمز نمیخواد، ولی حبل الله چیه؟ حبل الله حتما کشف رمز میخواد، عربت الوزقا کشف رمز میخواد، اعوذ بالله کشف رمز میخواد، لا اله الا الله، بسم الله، رحمان، رحیم، الحمدلله، نمیدونم چی رزت. بله بله. تمام این افراد شدیداً در مغیر و احکام بودن، یعنی خود مولانا کسی بوده که اصلا احکام رو درس میداده. خب بذارید من این میکروفونم بدم دوستان. ببینید مگر، خیلی خوب، به طور کلی اگر خاطرتون باشه در ترم دو اومدیم اونجایی که راجع به بحث رسالت و اینها صحبت کردیم، اضافه کاری، این صفر و مثبت و یک اضافه کاری، کم کاری، اینجا که صحبت کردیم دیدیم که دنیای عرفان میاد از اینجا عبور میکنه، انسان متعالی خب از اینجا عبور میکنه، یعنی عبور از اینجا یعنی احکام رو پشت سر میگذاره. یعنی یک کسی اومده تو اضافه کاری، مثلا وقتی میگیم یک کارمندی داره امروز اضافه کاری میکنه، منظور اینه که 8 ساعت کار خودش رو انجام داده، حالا تو اضافه کاری قرار داره. وقتی میگیم انسان متعالی یعنی احکامش سر جاشه، حالا داره اضافه کاری میکنه، یعنی این آدم دزدی هم نمیکنه، اختلاس هم نمی کنه، نمیدونم دروغ هم نمی گه، نمیدونم حالا غیبت هم نمی کنه، یعنی مستتر تو دلش. خب اصلا اینو که در ترم دو، جلسه دو ترم دومون ما با هم چیکار کردیم؟ با هم صحبت کردیم که این وقتی از این خط میگذره یعنی اینو پشت سر گذاشته، اینو دیگه میدونه. یعنی من بعد خودم اونجا پیدا بکنم. حالا وقتی که میاد پیدا میکنه، وقتی که میخواد بیاد پیدا بکنه، یک بار ما اینجا رو نمودار میکشیم، یک بار در عمل واقعیت رو میخوام نگاه کنیم.
شما اگر این کتاب عرفان کیانی رو نگاه کنید که حتما نگاه کردین، یه خطی کشیدیم گفتیم طریقت، درسته؟ بعد گفتیم که حقیقت، درسته؟ بعد گفتیم که شریعت، یعنی در عمل داریم میریم اینجا این ارتباط رو میگیریم. حالا در بعد میاد شما یه دفعه متوجه میشین که معنی قنوت چیه. خب در یه جای متوجه میشین. پس تا تو عمل نیاید متوجه یک سری قضایا نمیشیم. ولی یکی میگه که نه ما باید از شریعت شروع کنیم، میگیم خیلی خوب شروع کنیم. میگه شریعت تمام شد میریم تو طریقت، طریقت تمام شد میریم تو حقیقت، میگیم خیلی خوب باشه. خب شما چه روزی شریعت تموم میشه؟ میتونی بگی شریعت دیگه تموم شد؟ کی میتونه بگه؟ یشکی تا زنده ایم یعنی شریعت وجود داره. حالا شما بگو ببینم کی طریقت تموم میشه؟ خب حقیقت از کجا شروع میشه؟ اصلا ما هر روز مگه با حقیقت سر و کار نداریم؟ مگه هر روز با شریعت سر و کار نداریم؟ پس روز ما یعنی حرکت، حرکت یعنی طریقت. مگه ما میتونیم حرکت نکرده شریعت رو تمومش کنیم؟ ما تو اخونمون نیام بیرون شریعتی نیست، حقیقتی نیست، تا حرکت. لذا تو حرکته که ما شریعت و حقیقت رو پیدا میکنیم. حالا ما هر روز ما راه افتادیم، ما که اصلا نمیدونستیم صلات چیه. ما راه افتادیم یه دفعه دیدیم که تو راه افتادن فهمیدیم که صلات چیه، عقیمو چیه، چرا باید مقیم شد، چرا اینجوریه. هی اومدیم جلو، ما که نمیدونستیم رحمان یعنی چی. خب مگر ماها از نمیدونم بچگی نمیدونم حمد سوره یادمون ندادن؟ مگر نمیدونم مدرسه نمیدونم چی نخوندن؟ خب مگر اونجا نخونده بودیم؟ چرا نشده بود؟ لذا به مرز این که به مرز این که خب ببینید نشد نشد اجازه بدین شریعت یک مجموعه قوانینه، آیین نامه است. خب کی اومده این شریعت ما زیر بغلمونه، کتاب زیر بغلمونه، اما من ورق بزنم یعنی فهمیدمش، من اینطوری میگم تموم نمیشه. خب حالا من ورق زدم و ایناشو همشو خوندم، یعنی من کتاب تموم شد میذارم کتاب، میگم خب دیگه تموم شد، من شریعت تموم کردم. نه خیر، اینطوری نیست. من از این نظر میگم که شریعت هرگز تموم نمیشه. ما مثلا اونجا میگه که آقا این شرایط نمازگذاره، این شرایط نمازه، این جا اینجایی که تمومش کردن گفتن محمد تمام. ببینید من الان خدمتتون عرض کردم، یعنی بابا جان این کتاب، این آیین نامه تکمیل شد دیگه. صد بار که نمیگیم که دزدی نکنید، لا تاکلوا ربا عذاب المضاعفه، یا این دارم چی برم تموم شد. اجازه بدین اجازه بدین ببینید اونجا مطرح شد در شریعت موسی، شریعت بسیار سفت و سخت و خشک، بسیار سفت و سخت. و حالا من حالا دیگه چیزی ندارم، کلن سفت و سخت و خشک، بسیار منجمد و بسیار زسرا شکننده. عیسی مسیح علیه السلام اومد گفت که دیدید این شریعت سخت شما رو نجات نداد؟ نجات دو کلمه است، فرزند گم شده به سوی پدر برگرد. پیام اونیب و برگشت رو داد، و اینه که پیام بحث کیفیت رو، اون کمیت کامل، این کیفیت کامل رو داد. بحث تمام صحبت‌های عیسی مسیح علیه السلام کیفیت بود، اون ور کمیت بود، این ور کیفیت بود. دقت می‌کنین؟ ما به اصطلاح در قرآن، در قرآن که مخلوط کمیت و کیفیت، منتها کیفیت کشف رمز می‌خواد. چون اگه کیفیت رو بیاد بازش کنه میشه چیز، وظیفه از اضافه کاری خارج میشه.
ماجرا به این صورته، یعنی در واقع اون جوری که در مثلا قرآن ما قرآن حتما به کشف رمز نیاز داره. قرآن ببینید موسی با خشونت و خونریزی میگفت، عیسی و رفعت گفت. عرض کردم خدمتتون، عرض کردم خدمتتون در اونجا که اومد، در اونجا موضوع صرفا کمیتی بود. البته یه مقدار در رابطه با همین سوالاتی که شده، ما خودمون تو این جلسه یا نیم ساعت پیش عملی اینجا انجام دادیم که از یک عمل کمی رسید به عمل کیفی، یعنی اینو عمل کردیم. بله بله. در صورتی که من بارها خونده بودم تو کتابای راهنما بهش نرسیدم. بله. چی مقام بگیم؟ حالا اگر که بناس راجع به این صحبت کنیم. بله ببینید، حالا ما که یه ارتباط دیگه هم میخوام بگیریم، وقتون هم تقریبا تمام شد. من یه مطلب رو میخوام بگم، من این مطلبی رو میخوام بگم که در واقع به این صورت شروع کنم، بگم که ما الان فرض کنید که هممون نسبت به گذشته دچار فراموشی بشیم، یه دفعه بیان ببینیم که ما اینجا هستیم و یه کتابی داریم اینجاست و یه چیزی داریم اونجاست و یه اطلاعاتی به صورت کتاب موندن، اصلا خبر نداریم گذشته چه اتفاقی افتاده، چه کسی چه کتابی رو آورده. خب بعد حالا فرض کنید که اومدیم خوندیم، میگیم که آقا این حبللاش اینه، اونش اینه، اینش اینه. ما الان مبنا رو برای این گذاشتیم که امروز چه بکنیم، توجه میکنید؟ و گذشته رو علل حساب میگه چرا خاتم النبیینه، چرا اینجوری شده، چرا اونجوری شده، چرا موسی اینو گفت. ببینید اینا مشکل ما رو در وهله اول حل نمیکنه، اینا مال اوقاتی است که وقت اضافی بیاریم بگیم خب ما وقت اضافی داریم، راستی چرا خب اینجوری شد و موسی اینجوری شد، عیسی اینطوری شد، این ما اصلا اومد فیما بین اینا رو گرفت. خب این یه خودش میتونه مایه یه بحثی باشه، مایه یه بحثی باشه، اما ما مبنا رو گذاشتیم که ما هیچی از گذشته نمیدونیم، یه دفعه الان اینجا به هم رسیدیم، حالا چه بکنیم، حالا چطوری مشکلمون رو حل کنیم، ما چه فکری برای خودمون بکنیم. خب اصلا حتی در یه جایی همه چی رو بذاریم کنار، بگیم آقا ما نه کتابی داریم نه هیچی نداریم، حالا چه بکنیم. بعد اون چی که پیدا میکنیم یه دفعه میریم که میبینیم که اینجا هم که گفته، توجه میکنید 1400 سال پیش هم پس اینو گفته، پس نمیدونم اونم که اونجا اینو گفته، 2000 سال پیش هم که پس اون اینو گفته. ما خب همین کارو کردیم، ما که اطلاع نداشتیم، که ما اول وارد شدیم بعد یه دفعه رفتیم دیدیم که این داره میگه رحمان رحیم، این که این ستاره کنار هم چیده، ما که اونجا گرفتیم اینو، این یه خط استراتژی و تاکتیک حرکت رو به ما داده در قالب اسم اعظم کشف رمز، حالا اسمش هر چی بذاریم، در قالب یک چیز استراتژی و تاکتیک رو تو سه تا جمله به ما به اصطلاح داده، تو سه تا کلمه. خب بنابراین یه دفعه می‌بینیم که این چیزی رو که ما خودمون پیدا کردیم اینجا بهش اشاره شده، بنابراین این دعواها برای من که سالها سر شد، من خودم خیلی بیشتر از اینا سوال داشتم، بیشتر از اینا سوال مطرح میکردم، چرا چرا چرا، بعد یه دفعه دیدم که یا آب خونه گریختن من راحت شدم، آزاد شدم. ما ذهنمون از این تضادها نجات بدیم، اینا مشکل ما رو حل نمیکنه. احکامش تضاد داره، احکامش میگه دزدی کرد دست قد کن، شریعتش میگه نمیدونم حبل، احکامش میگه ببینید ببینید من حالا اجازه بدین فراموش نکنید، ببینید تمام فرمایشات شما درسته و سارقه و سارقته فقط و عیدیه ما به ما کسبت نکالا، تمام اینا درسته، نمیدونم و ضربوهن و هجرون فی المزاجه و تمام اینا درست قرار بوده محکمات ب... حالا البته من که تخصص تو این قضیه ندارم، منم در حد کمی اطلاع دارم، قرار بوده یه سری چیزا محکم ساختمان احکام استراکچرشه، بعضی چیزا روبناس و اینو اونجا بذار اونجا و دکور داخلی، الان ما میتونیم میز رو نداشته باشیم،
متشابهات قرار بوده با زمان تغییر بکنه. خب دوره بردهداری در 1400 سال پیش طرف از خونش میومده بیرون میرفته سر محل، دو تا کنیز میخریده میآورده تو خونه، یه غلام میخریده میآورده تو خونه. این مسائل مال اون زمان بوده، توجه میکنید؟ و خیلی قضایای دیگه، قانون ارث، قانون قصاص، اینا رو من الان در یه فرصتی اگر بتونیم با هم بررسی بکنیم اینها. اما الان هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. ببینید اجازه بدین، اجازه بدین، الان به سمتی میریم که زن مستقلا باید زندگیشو اداره کنه. الان در اروپا و آمریکا زن زندگی خودش، درآمد خودش، مردم در بعد میان با همدیگه زندگی میکنن، هر کدوم مستقل باید نون خودشونو به دست بیارن. ولی چند صد سال پیش حتما یه زن میرفته خونه مرد، مرد نانآور بوده، حساب کردن گفتن این دو برابر ببره چون میخواد کار را بندازه. خب اما الان دیگه اینطوری نیست، الان این رابطه به هم خورده. الان در چند دهه آینده ازدواج منسوخ میشه، چی کار میکنید؟ اصلا برو برگرد نداره، بریم بالا بیایم پایین، در چند دهه آینده اصلا ازدواج منسوخ میشه تمام، چی کار میکنید؟ الان مگه در اروپا آمریکا نشده؟ خب الان در اروپا آمریکا این مسئله شده. خب از کجا نمیدونیم که ما هم پامونو جای پای اونا نمیذاریم که داریم میذاریم؟ الان در سال گذشته آمار طلاق و ازدواج 1% با هم اختلاف داشتن. خب و روز به روز شرایط اقتصادی امکان ازدواج رو داره میاره پایین تر. اینا واقعیتیست که نمیتونیم روش به اصطلاح یه درپوش بذاریم بگیم اینطوری نیست. خب لذا پیشبینی درآمد مستقل برای زن، پیشبینی درآمد مستقل برای مرد، لذا ارث این مساوی اون مساوی، و خیلی مسائل دیگه و خیلی قضایای دیگه. خب همه اینها با زمان میبایستی چی میشده؟ جلو میرفته، پیشبینی دوچار پیشبینی های به اصطلاح خاص خودشو روش میشده که خواهد شد، یعنی اجتناب ناپذیره. بنابراین اینها دلیلی بر، یعنی پیشبینی ها شده. به حالا میگم من خودم واقعا صلاحیت اظهار نظر ندارم، چرا امیرالمومنین علیه السلام مگه نفرمودن که با زمان باید جلو بریم؟ مگه نگفتن؟ خب الان ضرورت زمان الان با 1000 سال پیش، با 500 سال پیش تفاوت فاحشی کرده. خب حالا کمکاری شده نمیدونیم، با هم نمیخونه با هم کم. ببینید چون قانون رو اینجا به ضرر اتاقه. ببینید حالا استاد ببخشید من یه سوال صورت. به هر صورت توجه کنید، ببینم ممنون. در هر صورت ببینید یک مطلبه، هدف از این پاسخگویی به این چیز نبود که من شخصا واقعا صلاحیت اظهار نظر در این مورد رو ندارم، اما اگر توضیح میدم به خاطر اینه که هر چه ذهن ما از تضادها دور بشه، اصلا مهم نیست گذشته چی بوده، توجه میکنید؟ یکی من حالا وقتتونم میگیرم، حالا بارها از این بحثا پیش اومده، یکی میگه که اصلا از کجا معلوم به آقای کربلا مثلا فلان بوده، یا به نوع دیگه میگن که مثلا حالا روایت های مختلف، مسائل مختلف که اگر به من رحم نمی کنید به این بچه رحم کنید، یا به هر حال صورت مختلف. من این مطلب میگم، من میگم فکر بکنید که یک سناریستی یه داستانی نوشته. خب یه داستان، خب این همه فیلم ساخته میشه، یه سناریستی اینو مینویسه و میان این فیلمو میسازن، بیننده از این فیلم نتیجه میگیره، یا نتیجه اخلاقی میگیره، یا نتیجه این همه سناریست فیلم ها، شما سریال ها تلویزیون رو نمیدونم چینا نگاه میکنی، هدف چیه که میسازن؟ هدف یه تجربه است، هدف یه نمیدونم یک آگاهی دادن است، هدف یه مطلبی است. من میگم که فکر بکنید یه سناریست یه داستانی نوشته تحت عنوان مثلا صحرای کربلا،
مهم نیست که این اتفاق حتما افتاده یا نیفتاده، مهم ما چه درسی میتونیم بگیریم. ما که نبودیم که، ولی ما درسی میتونیم بگیریم، بگیریم. نمیتونیم بگیریم، اون یه بحث جداست. لذا من شخصا روی گذشته چیزی ندارم. مثلا مهم نیست که ما عیسی به اصطلاح جریان عیسی مسیح علیه السلام واقعا به چه شکلی بوده، به چه صورتی بوده. من اون نتیجه رو که میخوام بگیرم میگیرم. خب حالا هم در آگاهی ها، هم در مثلا در آگاهی ها قانون صلیب اومد. حالا اصلا ما زمانی اصلا راجع به عیسی مسیح علیه السلام من نه اطلاعی داشتم نه چیزی میدونستم. حالا نهایتا یه فیلمی دیده بودیم یا ندیده بودیم، اما متوجه شدیم که در واقع همه اینها به نوعی قرار پیامی رو به ما بده، ما پیام رو بگیریم، بقیهش ماجراست. پرواز را به خاطر داشته باش، پرنده مردنی. همه رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدارتون. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. ممنون. اتصال، اگر دوستان دیرشون نشده یک اتصال هم بگیریم، یه دو سه دقیقه یک ارتباط. من چون فکر کردم خانم ها ممکنه دیرشون شده باشه، ارتباط رو برقرار کنیم. خب دوباره همون ارتباط. خیلی ممنون، متشکر. میخور که هر که عاقبت کار جهان بدید، از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت. همه رو به خدا بسپاریم. خدا نگهدارتون.